درود فراوان خدمت همه شما بزرگواران، عزیزان، همراهان گرامی، شاهنامه دوستان، شب شما خوش. امروز امشب چهارشنبه 18 تیر 1399 بنده در خدمت شما هستم با نشستی با عنوان شبهای شاهنامه در خدمت استاد نازنین بزرگوار شاهنامه شناس نامدار آقای دکتر ابوالفضل خطیبی هستیم. این توضیح رو عرض بکنم خدمت شما که این نشست ها رو اگر که این نشست امشب خوب باشد و تجربه خوبی به دست بیاد و آموزنده باشه و دوستان این نظر رو بدن و بازخورد رو به بنده بدن، بنده گمان میکنم که بتوانیم ادامه بدیم. یعنی دست کم ماهی یک بار رو من با شاهنامه شناسانی که از جنبه های مختلف به شاهنامه پرداختند و دیدگاهی دارند، نظری دارند و میشود طرح کرد و بحث های جدیدی در انداخت و پرسش های تازه، امیدوارم که بتوانم ادامه بدهم تا هر جایی که بشود. شب نخستم مزین شده به نام استاد خطیبی نازنین. من این رو خدمت شما بگم که این دوره شاهنامه‌ای که ما در انجمن دوستداران شاهنامه البرز خواندیم، از آغاز که شروع کردیم استاد خطیبی در جریان بودند، دلگرم و پشتگرم ما بودند و راهنمایی‌های ایشان هم دور و نزدیک شامل حال انجمن میشد. چند باری هم تشریف آوردن به انجمن ما، چه در جشن‌ها و بزرگداشت‌های سالانه، چه در نشست‌های کوچک هفتگی. اما از دیرباز، شاید از یکی دو سال پیش، استاد خطیبی گفتند که برای جشن پایان شاهنامه من خواهم آمد. یعنی خودشون این رو فرمودند با روی باز و با خوشحالی از اینکه یک دور شاهنامه تمام خواهد شد و ایشان هم تشریف بیارند و جشن بگیرند. البته شاهنامه ما هنوز تمام نشده، دو نشست دیگر مانده که تمام خواهد شد، در پایان شاهنامه هستیم. اما تقریبا همزمان شد، جشنی هم که نمی شود گرفت و دیدارهای حضوری هم که همه لغو شده، از این جهت ما گفتیم که خب حالا این همزمان بشه، این همزمانی هم خوب است، استاد خطیبی رو کمتر مزاحمش بشیم و به صورت مجازی دیدار اینستاگرامی داشته باشیم. پیش از اینکه استاد خطیبی رو من اضافه بکنم خدمت شما، یه چند تا نکته رو بگم. اولا که این برنامه گفتگو هست، یعنی در واقع گونه از پرسش و پاسخ هست. البته پرسش و پاسخی که شاید همه پرسش ها دقیق از پیش مشخص نباشد، کمی از اون بداهه باشد به قول اهالی موسیقی، و آنچه که به ذهن من میرسه، آنچه که به ذهن استاد خطیبی یا مهمانان آینده برسد، آنچه که دوست داشته باشند و اون فضا به طلب مطرح خواهد شد، در موردش گفتگو خواهیم کرد. من سعی میکنم تا آنجایی که بتوانم کمتر سخن بگم، کمتر مداخله بکنم. اگر نظر کوچکی داشتم یا پرسشی داشتم خیلی کوتاه و کوچک بگم که زمان بماند. و بخش پایانی رو حتما برای پرسش و پاسخی که شما مطرح بفرمایید خواهیم گذاشت. یعنی من کامنت ها رو اون زمان باز خواهم کرد، شما برای من پرسش های خود رو بنویسید، من به فراخور زمان از توی اونها انتخاب خواهم کرد و استاد خطیبی پاسخ خواهند داد. فقط خواهشی که من از شما دارم، اول اینکه کوتاه بنویسید و مشخص و آشکار و واضح و صریح. یکی همی که هم بحث شاهنامه است، هم برای پاسداش زبان فارسی، به خط و زبان معیار، فارسی معیار بنویسید که هم خواندن آن راحت تر باشد و هم اینکه پاسداش زبان و ادب فارسی و احترام فردوسی هم رعایت شده باشد. خب عرض شود که بیش از این من سخنی نگم، همه شوق داریم که استاد خطیبی رو اضافه بکنیم. اجازه بدید من ایشون رو اضافه کنم. اگه استاد خطیبی یک پیامی بنویسند کوتاه که من راحت تر ایشون رو اضافه بکنم. یا بگردم اینجا. آها بله، خب
منتظر هستیم. بله، درود بر شما. خیلی ممنون. من ببینم این تصویر من خیلی خوبه. همه چیز خوبه. خوب این صدا و تصویر بنده رو دارین استاد؟ بله بله، صدا شما رو دارم و صحبت شما رو گوش دادم. بله. منم عرض سلام دارم خدمت همه. از این زار دوست بر یه سلامی عرض کنم بفرم. و بعد دیگه بحث رو شروع بکنیم. بفرمایید. خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که برنامه رو میبینن و حلقه شیفتگان شاهنامه در کرج که حلقه دکتر زاگرس زن باشه. به هر حال من خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که امشب در خدمت دوستان عزیز و علاقمندان به شاهنامه هستم. خب من در خدمتتونم از هر جایی. بس الان صدای من خوبه؟ بله. تصویر من دارن دوستان؟ بله همه چیز خوبه. من بله من در خدمت شما هستم. شما بحث رو شروع کنید زاگرس. باشه، بسیار خوب. بازم از شما ممنونم، خیلی خیلی ممنون. خوشحالیم که شما رو میبینیم، هرچند مجازی باز هم غنیمتی است و مایه شادمانی. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. فقط از شما خواهش میکنم که هر جایی که لازم دانستین بحثا رو کوتاه‌تر یا بلندتر بکنید، یا خسته شدید، احیانا حوصله‌تون سر رفت خسته شدید، حتما بگید. بیرو درواسی همه دوستانم بالاخره متوجه هستن و یه گفتگوی دوستان است که با هم دیگه در درجه اول با شاهنامه بهمون خوش بگذره، لذت بخش باشه، از این دغدغه های روزانه و خبرهای بد و اینها یه کمی بریم در اساطیر و در تاریخ. بعدش هم که دیگه اون چه که خیشکاری شماست، عمری در آموزش شاهنامه گذاشتید بی‌دریغ و بی‌چشم داشت، این هم بخشی از اون تلقی بفرمایید. من نمیدونم شما رو باید معرفی بکنم، همه شما رو میشناسن، کسانی که شاهنامه شناس و شاهنامه پژوه باشن حتما شما رو میشناسن. فقط به کوتاهی عرض بکنم که در مورد آثار شما بگم، اون چیزایی که دم دست داشتم من پیدا کردم، بعد نیست من نشان بدم. این مجموع مقالاتی از استاد خطیبی هست که گرچه که به لحاظ زمانی قدیمی شده، اما بعضی موضوعاتش هنوز داغ و تازه و زنده است. مثلا بحث های بیت های عرب ستیزانه و زن ستیزانه و اینها که همواره مطرح میشه و همیشه آدم باید بگه که این کتاب دکتر خطیبی، این مقالات رو ببینید بخوانید، و مقالاتی در مورد شیوه های ویرایش شاهنامه و بعد در مورد دستنویس ها که خیلی مهمه. این کتاب رو هم بگم، احتمالا امشب هم در موردش گفتگو بکنیم. این یک پروژه جدی استاد خطیبی بوده که انجام دادن و به یک کتاب منتهی شده که در واقع بحث هجونامه است، یعنی اون چه که هنوزم بحث میشه که بحث محمود و فردوسی و هجویات و یا مدحیات و اینها کدوم از فردوسی هست کدوم نیست، که هنوزم اختلاف نظر هست. یعنی استاد خطیبی هم اینجا نظری دادن که برخی از شاهنامه پژوهان هم ممکنه که نظرات متفاوتی داشته باشن، این هم اگر که بشه امشب بهش میپردازیم. دکتر خطیبی دو تا ویرایش انجام دادن، یکیش فرامرزنامه بزرگ، یکی شبرنگ نامه است که متنایی بودن که ویرایش نشده بودن، نیاز داشته که هر دو هم با ایران شناسان و شاهنامه شناسان اروپایی مشترک انجام دادن. ولی خب به نظرم اگر دکتر خطیبی نبود، به خاطر اینکه خارجی ها هر چقدر روش پژوهش خوب بدانن، بالاخره دقایق و ظرایف حماسه و زبان فارسی شاید به این شکل انجام نمیشد. ما والا این کارها رو از خودمون میدونیم و میگیم که ایرانی ها انجام دادن با افتخار. البته استاد خطیبی فرامرزنامه کوچک رو هم ویرایش کردند و سپردند، برای چاپ در آینده در خواهد آمد. و فکر میکنم که شاهنامه دموت هم، حالا شما خودتونم اگه دوست داشتین توضیح بدید، اونم یه کار جالبی خواهد بود. باقی مانده های ابیات شاهنامه در برگه های شاهنامه سرخ یا دموت که تمام جهان پراکنده شده، اونم حالا ببینیم کی در میاد. شما بفرمایید. اینم من نشون بدم، اینا یه مقدار جنبه آموزشی برای دانشجوام داره استاد. دانشنامه زبان ادب فارسی که فکر می‌کنم 6 7 جلد باشه، دانشنامه بسیار خوبی است کلا در زمینه زبان ادب فارسی که فرهنگستان زبان چاپ کرده. از تو دل اون چندین جلد و چند صد شادم چند هزار مدخل،
اون مداخلی که مربوط به حماسه و شاهنامه و فردوسی بوده اینجا یک جا چاپ شده. گمان نمی‌کنم این تو بازار باشه. این به نظرم به قول فرنگی ها هندبوک خیلی ضروری و واجبیه برای شاهنامه خوان‌ها. اگر اشتباه نکرده باشم اونجوری که من اینجا یادداشت کردم شمردم 9 مدخلشو دکتر خطیبی اینجا نوشتن، مداخل مهمی هم هست. بد نیست حالا وقتمونم به این چیزا یکم اگر اجازه بدین برای شنوندگان و بینندگان، مثلا مداخلی مثل آزاد سرو، فریدون، گرشاسب، ایرج، آرش، فرود یا به خانش جدید استاد خالقی فرود و رویندز و رستم و سهراب. این مدخل رستم و سهراب خیلی مهمه، من توصیه میکنم دوستان بخونن، انقدر پرسش میشه از رستم و سهراب، این مدخل خیلی مهمه. و همینطور با فاندنبرخ مدخل شبرنگ نامه، این هم مداخلی که استاد خطیبی در این داشتن. و این کتابم بد نیست من معرفی بکنم، چون تو این کتابم 9 مقاله به فرهنگ باشد روان تندرست، مجموع مقالاتی است به کوشش استاد سمیعی و خود استاد خطیبی که 9 مقاله از دکتر خطیبی هست و یک ترجمه، یه مقاله دکتر امید سالار فکر میکنم ترجمه دکتر خطیبی هست. این بخشی از آثار دکتر خطیبی بود و اینکه البته مقالات و مداخل بسیار زیادی دکتر خطیبی در شاهنامه شناسی نوشتن، چه در دایره المعارف بزرگ اسلامی، چه در دانشنامه های مختلف، و مقالات زیاد و مهمی در زمینه شاهنامه شناسی. خب استاد بنده رو داری؟ صدا و تصویر همه چیز خوبه؟ بله. خب اگر اجازه بفرمایید که بریم سراغ پرسش ها. میخواید از همون حجبنامه آقای دکتر شروع بکنیم و حجبنامه رو برای اینکه خیلی تخصصی نشه و وقت گیر نشه، برای اینکه کتاب رو باید بخونن، شما ارتباط بدین لطفاً با خود محمود و دربار غزنویان و اساساً رابطه فردوسی یا کنارنگیان یا اون کاری که ابو منصور کرد حالا در مقایسه با دربار محمود، چون میدانید کسانی هستن مثلا تا اندازه استاد امید سالار و آقای دکتر دهقانی که برخلاف خیلی های دیگه معتقدن که نه خود محمود، نه دربار محمود، نه غزنویان اون جوری که خیلی ها میگوین ایران ستیز و فارسی ستیز نبودند و خیلی دوستدار ادبیات بودند و خیلی دوستدار زبان فارسی بودند و چقدر فرهیخته و با فرهنگ بودند و اینها. و تو دل این بستر اگر که این حجنامه رو توضیح بدید که خیلی خوب میشه. بفرم. خیلی ممنون. خب از حجنامه شروع کنیم. ببینید در گذشته، از گذشته مثلا زمان ملک شاروی بحال، مجتبا مینبی، محمود حافظ شیرانی و دیگران خیلی بحث بوده در مورد حجنامه و اولین بارم حافظ شیرانی تردید میکنه. خب میدونیم دو دسته تقسیم کنیم، یعنی عده‌ای که معتقد بودن که این حجنامه سروده خود فردوسیه و عده‌ای دیگه میگفتن نه فردوسی اون نسروده. امروز هم به همین شکله، یعنی باز هم یه عده معتقدن که حجنامه سروده فردوسیه و عده نه. من طرفدار کسانی هستن که میگم حجنامه سروده فردوسی نیست. درست عکس نظر استاد نازنین من دکتر خالقیه. دکتر خالقی معتقده که حجنامه رو فروده و نقد تقریبا مفصل دیگم در بخارا بر همین حجنامه نوشته و اونجا نشون داده که نظر خودشونه که 44 بیت حجنامه اصلی باید به پایان شاهنامه اضافه بشه. پس بینید اختلاف نظر بسیار زیاده. نقدی که استاد خالقی نوشتن نقدی بوده که بر کتاب شما نوشتن. کتاب من نوشتن بله. ولی خب حالا از اینجا من شروع میکنم بحثو که ببینین در سراسر شاهنامه بیش از 300 به فردوسی سلطان محمود غزنوی مد ستایشش میکنه. خب حالا ما از شخصیتی که از فردوسی ما سراغ داریم، آیا انسانی هست؟ ما وقتی که شاهنامه رو می‌خونیم یه تصویری از شخصیت ما فردوسی داریم. حالا آیا واقعا چنین شخصیتی ما میشناسیم فردوسی رو که بیاد در بیش از 300 بیت
کسی رو، پادشاهی رو مدح بکنه و بعد به خاطر اینکه بهش سله نداده درست عکسش عمل کنه، یعنی اونو حذف کنه، یه جا بیاد در مورد خودش صحبت کنه و در طبیعه اونو ببره بالا، پادشاهیش و فرمانروایی‌ش رو، و بعد یه جا بیاد که پرستارزاده یعنی کنیزاده و دروغ بگه. ببین زاگرس به دروغ بگه و ما میدونیم که سلطان محمود پرستارزاده نبوده، مادرش رئیس ما دختر رئیس زابل بوده، یعنی یه به هر حال به یه روایتی مادرش ایرانی بوده. پس چطور ممکنه که بیاد فردوسی این دروغ ها رو به سلطان محمود ببنده و اصلا دیگه شخصیت فردوسی نیست که این کار بکنه؟ و در بس خیلی زیاده، ولی من فقط به این نکته میخوام اشاره کنم که توجه داشته باشیم شاهنامه در زمان سامانیان آغاز میشه به سرودن، اصلا سلطان محمودی در کار نبود، سبکتگینی در کار نبود، توجه کنید. و بعد وقتی که در زمان سامانیان شاهنامه فردوسی شاهنامه رو میسراید، حالا در زمان قزویان میان بسیاری افسانه هلوش زندگی فردوسی میسازن، از جمله این که سلطان محمود دستور داد به فردوسی که سیارالملوک رو به نزد در بیاره، توجه کنید. پس بخشی از افسانه است و بعد گفته میشه که قرارمداری با فردوسی گذاشته که در ازای هر بیت شاهنامه سکه اینا به طلا بده و بعد زیر قولش میزنه تا افسانه بگه، توجه کنید، زیر قولش میزنه و به جای طلا نقره میده. خب و بعد اون داستانی که داریم به حمام بوده و بعد وقتی که بار به اصطلاح دوغه که بیرسه فردوسی اونو تقسیم میکنه بین اون فقا فروش حمام به حمامی و آورنده دوغه، درست شد؟ خب حالا بعد میاد از حمام بیرون و حج میکنه، یعنی این بخشی از افسانه است. زمانی که ما میدونیم بخش اول این افسانه دروغ محضه و اصلا نمیتونسته درست باشه و این که سلطان محمود تشویق کنه فردوسی رو به سرایش سیارالملوک و خدای‌نامه یا شاهنامه، وقتی که این دروغ محضه چطور میتونه بخش دیگر این افسانه درست باشه که فردوسی سلطان محمود رو حذف کرده؟ توجه کنید این نکته، این با همین به قول روزه یه پکیجه، ما یه بخششو نمیتونیم بگیم که این بخش حجنامه درسته و واقعا حجم کرده و بعد اون بخش افسانه‌ای که سلطان محمود گفته که شاهنامه رو به نزد در بیار دروغه. و بعد در توجه داشته باشیم که نشانه هایی از برای تو کتاب هم آورده، نشانه هایی هست که شاعران خودشون به اصطلاح به عمد این هجنامه رو رواج دادن، بیان به مندوهان خودشون به شاعرها بگن که اگر در ازای بحث میتونیم سری در کار نباشه مثل سلطان محمود حج بدید، و این نشانهاش هم هست. یه شاعری میاد عثمان مختاری بود یک کسی دیگه و بعد میاد میگه که پادشاه ها من کسی نیستم که اگر سله دادی مانند فردوسی حذف کنم. یعنی چی؟ یعنی برعکسش دیگه، میتونیم بخونیم ترجمهش اینه، یعنی اگر سله ندی حذف میشی. خب پس بنابراین در کل وقتی که اون زمینه های تاریخی پدید آمدن حجنامه رو میایم بررسی میکنیم، به علاوه نکته مهمتر از این که اساساً این بیت ها و واقعا از استاد عزیزم دکتر خالقی تحجب بکنم در 50 سال بر سر شاهنامه و ریزکاری های شاهنامه تحقیق کرده و شعر فردوسی رو واقعا میشناسن، میتونن تشخیص بدن که این بیت از فردوسی هست یا نیست، ولی 44 بیت از این بیت های براستی سوست که حتی من فکر کنم این یک بسیار لغزشی بوده که استاد خالقی در مقالش راه پیدا کرده. حتی یکی از این بیت ها بیت سعدیه که وارد هجنامه شده و استاد خالقی اووردنش
جزء همون 44 بیت که سفله خداوند هستی مباد، جوان مرد را تنگ هستی مباد. و این و در سراسر هجدامه هم که ما میبینیم بخش های از این در هجدامه رو خود شعرهای فردوسی هست در شاهنامه تشکیل میده، یعنی از جای جای شاهنامه اون کسی که مدون کرده هجدامه رو برداشته بیت هایی رو، بعد یه بیت های سست رو کسان مختلف اضافه کردن و یک سری بیت ها رو هم از منظومه های دیگه گرفتن، مثل گرشاستامی هم هست خب. و بعد میبینیم بیت سعدی هم هست. خب حالا من خیلی ممنون، من میخوام وارد همین بحث بشم، اینو بپرسم که ببینید الان پس اگه بررسی هجنامه رو ما یک نمونهی بدانیم برای اصالت یا برافزوده بودن و نبودن یک داستان یا یک بخشایی، چه در شاهنامه چه در هر متن دیگری، ما با چند روش میتوانیم به سراغش بریم. از اونجایی که شما آغاز کردید بحث استدلال ها بود، یعنی اینکه چگونه میشود همچین شاعر چنین چیزی را گفته باشد چون در فلان جا چیز دیگری گفته باشه، این یک رویکردی است که اگر به تنهایی به کار گرفته بشه ممکنه که قانع کننده نباشه، همون جوری که امروزه خیلی ها ممکنه کلی ده ها صد ها صفحه استدلال بکنند که نیمی از شاهنامه نمیتواند از فردوسی باشد، چون اگر باشد پس چنین است و پس چنان است. اما شما در کنار این یک روشی رو که شاید به نظر روشمندتر یا علمی تر باشه، بحث دست‌نویس شناسیه، و در کنار اون همینی که اشاره کردین سبک شناسیه، یعنی این که در دست‌نویس‌های کهن نباشه در واقع یک استدلال قوی است، یعنی خیلی از ابیات و مسائل زیر سوال میبره، با شک باید بهش نگاه کرد. یکی این که زبان متفاوت بشه، مثلا شما بسامد واژه‌های عربی رو درش مطرح کردین، تکراری بودن رو مطرح کردین. یک دلیل دیگه هم که آوردید اینه که در منابع کهنی که معجم‌ها یا اشاراتی که به ابیات می‌شده، این ابیات در اونجا جزء نمونه‌هایی از بیت های شاهنامه اشاره نشده. حالا من اینو میخوام از شما بپرسم که اگه بخوایم یه روشی به ما یاد بدید که برای برافزوده بودن یا نبودن، اصالت دار بودن یا نبودن بخش های از یک متن، کدوم شما برتری میدین یا چطوری در کنار هم میچین؟ چون به نظرم یه مقدار لغزش داره، یعنی مثلا حتی این که بیت های فردوسیانه هست یا نیست، مثلا یادمه که در مورد جشن سده که استاد خالقی معتقدن که برافزوده است و شما معتقدین که برافزوده نیست، چند بیت رو شما مثلا فردوسیانه میدانید و بلیغ میدانید، استاد خالقی ممکن است نداند. این که بین استاد خطیبی و استاد خالقی یک بیتی فردوسیانه باشد و همون بیت از نظر کسی دیگه نباشد، در ذهن همه ممکنه که یه اغتشاش ایجاد بکنه، پس خیلی نسبی است یا سلیقه است. اینو بفرمایید که معیارها رو چجوری باید سنجید، کنار هم قرار داد و به لحاظ علمی نتیجه گیری کرد. اتفاقا سوال خیلی مهم میکردی زابدوست، که ما میتونیم اصلا این بحث هجدامه رو در واقع پل بزنیم به بحث تصحیح شاهنامه، و خوبه که دوستان عزیز در مورد به صلاحات این مسئله تخصصی شاهنامه شناسی با زبان ساده تر من دوستانم برای دوستان بیان کنم که اساسا خب هجدامه به قول شما یه نمونه ایه، ما میتونیم بیان یه سری معیارها و ملاک‌های اصلی بودن یه بیت، استوار بودن یا اصلی نبودن و سست بودن به یک بیت بیان بحث کنیم. ببینید در مورد هجدامه خیلی اهمیت داره، و در مورد هر در واقع بیت شاهنامه و هر بخش شاهنامه، ما در درجه اول ببینیم در درجه اول ملاک و معیار ما نسخه ها هستن، یعنی مصحح به هیچ وجه نباید از نسخه ها بیرون بره. پس این بیتی که فردوسیانه هست یا نیست در مرحله بعد قرار میگیره، و ما این پس ملاک اصلی ما در درجه اول از نسخه ها هستن. وجود این بیت آیا در نسخه های قدیمی هست یا نیست، در درجه بعد ما میایم مسئله دیگه مطرح میکنیم، خصوصا به صلاح بازم مسئله سرکوشناسی در درجه بعدش قرار میده. در درجه بعد از ما نسخه شناسی، ما بیایم بحث های نسخه شناسی کنیم، در درجه بعدش ما میگیم منطق درونی متن، یعنی اینکه اساسا آیا اجزای این بیت و مصرع با همدیگه سازگارن با یک منطق، توجه کنیم
منطق، حالا میتونه این منطق منطق نحوی باشه، دستوری باشه، درست؟ این منطق منطق سبکشناسی باشه و بعد منطقهای دیگه واژگانی باشه، صرفی باشه. خب ما در درجه بعد که میاییم همه این مسائل رو بحث میکنیم و ببینیم که آیا این بیت صورت درست این بیت چگونه است و یا این بیت اساساً میتونه از فردوسی باشه یا نباشه. ما در مورد حجمنامه واقعا شما توجه کنید، ما قدیمی‌ترین جایی که داریم چهار مقاله نظامی عروضی شش بیت و بعد یه باره میبینیم که چنان حجیم میشه که به 300 بیت میرسه و بعد خب این نشون میده که اساساً اصلا حجمنامه اصلا در کار نبوده. توجه کنید که صورت اصلیش اصلا مشخص نیست که چند بیته. ببینید هویت این اصلا حجمنامه مشخص نیست. ما چگونه میتونیم بیاییم در واقع این بیت ها رو چگونه، من اومدم در همون کتاب حجمنامه سه تا تحریر رو جدا کردم از هم، در این تحریرهای قدیمتر، این تحریر متوسط، این تحریرهای جدیدتر و واقعا خودم سرسام گرفتم. خواننده هم میدونم برایش این مقدار مشکله که اساسا این بیت‌ها چگونه میشه اصلا جمع و جورش کردی بیت‌ها رو. خب در هیچ شکل نیست یا هیچ قطعه بیت شکل نیست که ما رو چنین درگیر اساسا تعداد بیت‌ها و خصوصا وسایل سبک‌شناسی کنه. شما بیت‌ها رو ببینید واقعا بیت‌هایی که در حجمنامه هست بسیاری از اون بیت‌ها اصلا در شأن اون مثالی که من زدم به اصطلاح در مورد مادر سلطان محمود اصلا این به دستیه، این به پرستارزاده مربوط خودت میدونی، مربوط داستان انوشیروانه که وقتی مهران شتاب که میره مثلا میخواد خاقانش چی دختر خاقانش اینو خواستگاری کنه چیز بشه، انوشیروان بهش میگه که حتما باید هم از طرف پدر و هم از طرف مادر چی باشن؟ آه باشن، شاهزاده باشه، پرستارزاده ناید به کار داده تصدیم. خب این آورده به دهن سلطان محمود بسنن توجه کنید؟ ببینید پس هویت ماهیت این حجمنامه مشخصه. من تک تک این ابیات رو یادداشت زدم و گفتم که این از کجای شاهنامه گرفته شده و بعد رو چه بزرگی این بیت، همین بیت سعدی رو دقیقا اجرا دادم و تنها من نیستم، قبل از منم این کارا رو کردن، بعضی از این کارا رو و یه بخشش هم من انجام. خب حالا ما الان وارد بحث تصحیح شاهنامه شدیم. حالا من بله پیش از اینکه وارد بحث شاهنامه بشیم، برای اینکه روشن بشه برای بیننده ها این است که شما اون خلاصه و نتیجه رو الان از فرمایش شما ممکنه اینجوری برداشت بشه که هیچ بیتی که بویی از انتقاد از محمود باشه اساساً از شاهنامه نیست، اما ممکن است که یا نتیجه که شما گرفتین به گمانم این است، شما خودتون توضیح بدین که یک هسته خیلی کوچکی از انتقاد فردوسی نسبت به محمود وجود داشته است و این هسته رو گرفتن کسان دیگری شاخ و بر دادن و رساندن به حالا چه 44 بیت چه به 300 بیت. اینو یک توضیح بده، اساسا شما هیچ کدوم از بیت های انتقادی که در دل این 300 خورده بیت جا میگیره رو از فردوسی نمیدانید، یا وقتی که میفرمایید حجمنامه از فردوسی نیست کل این حجمنامه رو میگید؟ سوال خیلی خوبیه. ببین زابروس، بدونی مسئله من چیه، توی دغدغه من چی بوده، که همین که آیا واقعا ما از حجمنامه یک هسته مرکزی میتونیم تشخیص بدیم که در زمان فردوسی بوده یا نه. من به این نتیجه نرسیدم. چرا؟ من توی کتابم گفتم که بخشی از حجمنامه مربوط میشه به گلایه بسیار خفی نسبت به سلطان محمود، همون میشه هسته اصلی حجمنامه، مرکز حجمنامه و بعد پلوشو پرداخته میشه. وقتی که به صورت یک انتقاد ادعادب هست که صریح میگه فردوسی در بیتای اصلی شاهنامه هم هست، مسئله اصلی اینه. ببینید توجه کنید، این جدای از شاهنامه نیست، این جزئی از شاهنامه است، بخشی از شاهنامه است که فردوسی گلایه میکنه از سلطان محمود غزنوی.
در چندین موضع هم گلایه میکنه که میگه به دربار بعد سلطان محمود توجه نکردن، این به تای من به شاهنامه توجه نکردن. و بعد در جای دیگه صریحا میگه که این بدگویان نگذاشتن. ببینید میگه بدگویان، خب این یک انتقاد بسیار ساده و خفیفی هست در مورد، خب همینو میبینیم در تمام تحریرهای هشتاد هست، همین بیت های اصلی فردوسی. پس ما یک هستی جدایی از شاهنامه، از هشتنامه ما نداریم، خود همین بیت های شاهنامه هست که این شده محوری برای در واقع تاختن فردوسی به محمود. کسانی که هشتنامه رو سرودن و فراهم کردن از مربوط به سالهای جدید هم نیست، ممکنه که از همون احتمالا همون پنجم هستی اصلی این هشتنامه مبتنی بر ابیاتی از خود شاهنامه و سرود شاعران دیگر و سرود سرایندگانی که کاملا مختلفه. یعنی واقعا ما یه بهتر ثابتی رو در هشتنامه ما نمیبینیم. بیایم تشخیص، یکی از مشکلات کار من همین بود که بیایم واقعا تشخیص بدیم که این سرودی چه کسی است، این چنبه سرودی چه کسی، اصلا با هم همخوانی ندارن. خب حالا یه نتیجه ای از این بگیریم یا من مطرح بکنم بعد از این بس بریم، برای اینکه به نظرم بس جالب یه حیف هم هست. خب ما فرض رو بریم بگیریم که این اتفاق که شما میفرمایید افتاده، خب بعد الان یه بحث مهمی پیش میاد، یعنی یه بحث تاریخ اجتماعی پیش میاد که همچین چیزی که نبوده و در واقع انتقاد تند و هجم نسبت به پادشاه کشور، سلطان کشور و از تبار و سلسله‌ای که حالا چه خودش چه بعد سلجوقیان و چه بعد مغول و اینا همچنان ادامه دارند. این هجونامه اولا به چه دلایلی ساخته می شود، بعد به چه دلایلی مورد اقبال جامعه هم نخبگان هم عموم مردم قرار می گیرد و پراکنده می شه و برای توجیهش نام فردوسی بر اون زده می شه و حتی وارد گفتار نقالان در روستاها هم می ره. و این منظورم اینه که یه چیزی الان دیگه اهمیت اصلی بودن و نبودنش به لحاظ شاهنامه شناسی میره کنار و این که الان در گرفته، یعنی در جامعه ایران خوب جواب داده و دارن حفظ میکنن و حتی کسانی هستن که اگه 10 بیت از شاهنامه حفظن نصفش از همین هجنامه است. پس ما نتیجه گیری میتوانیم بکنیم که پس محمود یا حکومتهای ترک تبار یا حکومتهایی که اساسا مردم ایران اینها رو خیلی برحق و مناسب نمیدانستند، یک وضعیتی داشتن که مردم به دنبال انتقاد از اینها بودن. حالا هسته اون انتقاد هر چی میخواد باشد، اساسا دروغ ببندن به هر کسی دیگری و این پس این در نتیجه در تضاد میفته با اون برداشتی که بعضی از استادان میکنن و دربار محمود و دربار غزنویان رو خیلی عادلانه و فرهیخته و ادب دوست میدانن. این دوتا با هم در ستیز میفته. این نکته خوب اشاره کردید. بله، این دوستانی که میگن دربار محمود و خود محمود طرفدار زبان فارسی هن، طرفدار ادبیات فارسی هن و طرفدار شاعرها، بحثی درش نیست. اما نکته اصلی اینه که طرفدار چه شاعرانی، چه نویسندگانی، اون شاعران چاپلوس، شاعرانی که غیر از مدح سلطان محمود حرفه دیگه ای ندارد، ولی فردوسی جز این مجموعه نیست. حتی تردید وجود داره، توجه بذار، حتی تردید وجود داره که فردوسی خودش رفته باشه قزلین. و این اگر نرفته باشه، اگر فردوسی خودش نرفته باشه قزلین که کتاب رو شاهنامه رو تقدیم کنه به سلطان محمود، این یعنی چی؟ یعنی این که بزرگترین ضربه رو خود فردوسی به اون شخصیت سلطان محمود که در اون زمان میدونیم در اوج خودش زده. و خب طبعا میتونسته سلطان محمود ناراضی باشه از این کار فردوسی. خب ما واقعا نشانایی نداریم وقتی زندگی واقعی فردوسی رو ما بیان بررسی میکنیم. خب زندگی حقیقی و واقعی فردوسی از کجا ما میتونیم تشخیص بدیم؟ به یه سری منابع کهن و خود شاهنامه واقعا ما نشانه هایی نداریم. یعنی اگر
سلطان، اگر فردوسی به دربار سلطان محمود رفته باشه جزء همان پکیجی که رفته، جزء همون مجموعه افسانه هایی که هلوهوش فردوسی ساخته شده و شاهنامه ساخته شده. ببینید، و این هم که رفتن سلطان محمود به غزنین و سرودن شاهنامه به فرمان، این جزء همون مجموعه است. اصلا ممکنه که واقعا به احتمال زیاد اصلا غزنه نرفته و این برای سلطان محمود بسیار مهمه که شاعری مثلا شاهنامه رو داده باشه به برادرش نصر یا کسی دیگه، ابوالعباس اسفراینی یا کسی دیگه، به دست سلطان محمود برسه بجایی که خودش به غزنه بره و به دربار و اون چاپلوسی ها که شاعران دیگری می کنن. ما اسناد و مدارک زبان غزنویانی که داریم بررسی کنیم، کاملا شخصیت فردوسی و کار عظیم او از شاعران دیگه متمایز میشن. این واقعیت انکار را پذیره، درسته؟ با این کتابی که فردوسی سروده، با کاری که امثال عنصری، فرخی و دیگران اصلا قابل مقایسه نیست. خب معلومه که باید اون هسته های حسادت و بدگویی در دربار غزنوی شکل بگیره و نگذارن که چنین شخصیتی و اثر عظیمی بیاد در دربار بهتر باشه. هرچند که سلطان محمود طرفدار زبان فارسی است، شکی درش نیست، حمایت میکنه از شاعرها و نویسندگان، تردیدی درش نیست، اما از فردوسی حمایت نمیکنه. چرا؟ دلیلش چون فاصله است بین اثر عظیمی چون شاهنامه و آثار دیگر شاعران. درست، بسیار خوب. خب از همینجا وارد بحث ویرایش شاهنامه بشیم. ویرایش شاهنامه رو با این رو کرد بررسی بکنیم که یه مقدار کاربردی باشه. یعنی پرسشی که الان خیلی ها میپرسن که ما چه شاهنامه‌ای بخونیم، یا اینکه این شاهنامه هایی که تو بازار هست چه تفاوت هایی با هم دیگه داره، یا اساسا حالا چه فرقی میکنه این همه مثلا بحث و مقاله نوشتن در مورد که فلان واژه و فلان بیت با کسره خوانده بشه یا با فتحه باشه یا اصلا حالا در پانویس باشه در بالا باشه، فرقی که نمیکنه. نهایتا سهراب که زنده نمیشه، مثلا آخر داستان ها که عوض نمیشه، یا اینکه این حساسیت ها و اصراری که بعضی ها میکنن احیانا ممکنه درست نباشه، بعد دوباره برگشتن از اون غلطه. اساسا این رو با یک نگاه اینجوری شما توضیح بدین که چه لزومی داره که شاهنامه به پیرایش علمی انتقادی باید می شده، اصلا روش علمی انتقادی چه هست و به این صورت بفرمایید. ببین زابرس، بسیار مهمه. چرا مهم نیست؟ ببینید، زمانی که کسی میاد شاهنامه رو میخونه و بعد در داستان سیاوخش بیت رو میخونه، زن و اژدها هر دو در خاک، به جهان پاک از این هر دو ناپاک، به خب، و بعد اون دید و نگاهی که این شخص به فردوسی و شخصیت فردوسی زن ستیز داره متفاوته با کسی که این بخش داستان میرسه و کلیمیت نمیبینه. پس بنابراین خیلی مهمه تاثیر شاهنامه حتی برای افراد معمولی و عموم مردم. پس تاثیر شاهنامه، ویرایش شاهنامه و تصور این که ما شاهنامه ای داشته باشیم نه عین اون چیزی که از قلم فردوسی تراوش کرده، بلکه نزدیک به اون، بسیار اهمیت داره. خب حالا من میخوام یه بحث خیلی ساده به بحث کلی در مورد تاثیر شاهنامه داشته باشم. ببینید، توجه کنید، اول اینکه بعضی تصور میکنن وظیفه مصحح اینه که بیاد و این سروده یا نوشته نویسنده اصلی رو کشف کنه و در اختیار خواننده بگذارن. اصلا این روش متروک شده، هیچ کس هم نمیتونه چنین ادعایی داشته باشه، اصلا نمیتونه، اصلا روش تصحیح این نیست. توجه کنید، ما خصوصا در مورد شاهنامه ما به این هدف نخواهیم رسید. چرا؟ به خاطری که خود بدونید نه، بیش از 200 سال خلای نسخه تبدیل ما داریم، از سال 400 تا 604 ما هیچ نسخه‌ای از شاهنامه نداریم در این دوران.
خب هر چی دارید از 614 به بعده. پس بنابراین به خاطر این خلایی که در این بخش از شاهنامه نسخه خطی شاهنامه داره، ما نمیتونیم به این سرود فردوسی دستگیر باشیم. اصلا اساسا شیوه های تسلیمت هم به ما نمیگن. خب شیوه تسلیمت به ما چی میگه؟ میگه که شما باید نسخه خطی ملاک و معیار تسلیه انتقالی و کلتیفان تکست مشروع بگه، درسته؟ پس اولین نکته است که نسخه های خطی. خب وقتی که این نسخه ها از 614 ما داریم، خب یک اصل دیگه یه تاثیر دیگه که اگر یند این تصحیح و اعتبار این تصحیح، خب یک قرن قبل از کهن‌ترین نسخه شاهنامه باشه بسیار هم خوبه. یعنی ما یه شاهنامه تصحیح کنیم، نه اینکه اعتبار سال 400 رو داشته باشه، اعتبار اون چیزی که از زیر دست فردوسی تراوش کرده رو داشته باشه، بلکه ما در اعتبار مادر نسخه قدیمی ترین نسخه های بابا شد. یعنی مادر نسخه مثلا نسخه فلوراس در قرن چی؟ در قرن ششم. خب حالا پس در قرن ششم اگر ما میگیم که میتونه مصحح ادعا کنه که این تصحیح که انجام داده اعتبارش به یک نسخه معتبر قرن ششم میرسه، این نشون میده چی؟ نشون میده که با سرودی اصلی فردوسی فاصله داره، با سرودی اصلی فردوسی فاصله داره. خب پس بنابراین هیچ مصححی نمیتونه چنین ادعایی رو بکنه، درسته؟ حالا یه نکته اساسی دیگه در مورد تصحیح متن اینه که ما شاهنامه رو باید به گونه‌ای تصحیح کنیم که برای خواننده امروزی چندان غریب و دور از ذهن نباشه، خصوصا در جاهایی که ما اعتماد و اطمینان لازم رو هم نداریم. یک لحظه عذر میخوام، ببخشید. خیلی عذر میخوام زبروز. خب ما کجا بودیم؟ فرمودیم که نکته اول این بود که ما قدیمی ترین دستنویسا رو باید در نظر بگیریم، ولی در مورد شاهنامه چون 214 سال قدیمیش است، تازه در نیمه اول، در نیمه دوم که میشه نزدیک 300 سال، چون 675 لندنه، فقط میایم با اون شیوه های علمی و دقیق میتوانیم در ایدئال، حالت ایدئال 100 سال قدیمی تر از اون رو فرض بکنیم که در مادر دستنویس اون قدیمی است. نکته دومی که آغاز کردین این بود که به شیوهی تصحیح بشه که چندان دور از ذهن و غریب و عجیب برای خواننده امروزی نباشد. ادامه بدید. ببینید یه مثال بزنم. در ویرایش جدید استاد خالقی ما گاهی قد صورتهایی ببینیم که باعث بدفهمی خواننده میشه. خب کسی که شاهنامه رو میخونه درست متوجه میشه. ما یک قاعده داریم، یه واژه‌ای داریم در زبان پهلوی، پر. خب ب در زبان پهلوی ب به دو صورت بود، یکی پد پی ای دی و یکی او اوی برچول که روش احساب داره. خب این میشه ب، توجه کنید. خب خصوصا در دوره آغازین زبان فارسی این استاد خالقی کاملا درست میگه که این پدا شده بز یا بد یا بد. خب بعد الان هم این روز هم باقی مونده، مثلا در بدو، بدیشان. خب این صورت در فارسی کهن در پی در جلوی واژه‌هایی که با مثبت آغاز شدن بوده
و نسخه تلورانس هم به ما نشون میده، بعضی از نسخه هم نشون میدن و حتی در راحت راولی هم که به ایجا از شما نقل میکنه اونجا هست خود دید. درست شد؟ خب پس به ما مثلا صورتی داریم بز آسمان، بد آسمان یعنی به آسمان، بد افراسی ها یعنی به افراسی ها، خب بد ایران که فراوانه یعنی به ایران. خب اینجا خالنده خالنده شاهنامه بهرینوی بد افراسی ها اگر با این ساخت زبان فارسی آشنا نباشه، من دیدم میگه افراسی ها به بد، توجه کنید، یا بد ایران درست نمیتونه بخونه اگرچه این صورت وجود داره. حالا مسئله اصلی من در اینجا اینه که ما به طور قطع و یقین اطمینان نداریم که در زمان فردوسی همه واژه هایی که با مصبت آغاز میشه و جلوی به قرار میگیره یا پد قرار میگیره به این فرم در میاد در ایران و در فرمسی و بعد ما اطمینان نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه خود استاد خالقی شمارده نزدیک 70 مورد فقط در شاهنامه در نسخه پرووانس داریم و به صورت بسیار پراکنده در نسخه های دیگه. خب حالا استاد عزیز ما میاد میگه که خب چرا این نسخه های دیگه که به دارن مثلا به جای بد ایران به ایران دارند، خب اینها در ایران داشتن و به زبان روزشون برگردوندن به ایران، یا بد افراسیاب داشتن در همه موارد به زبان و عکسش این کار رو نمی کنن. درسته، یعنی این قاعده بوده داره. بعد اومدن چه کار کردن؟ در سراسر شاهنامه این برم رو تعمیم دادن، یعنی شما در ویرایش جدید شاهنامه که نگاه کنین همه موارد رعایت شده. خب حالا بحث من چیه اینجا؟ بحث من اینه که اول صحبت تاکید کردم که مصحح به هیچ وجه نباید نسخه بیفته. خب در این مورد هم صادقه، در این مورد هم صادقه، به ویژه که در این مورد با اطمینان نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد همین تحولات زبانی ما باید یک دوره رو فرض کنیم که این تحول رخ داده و این تحولات زبانی نمیتونن کار 5 سال و 10 سال و 20 سال نیستن، ممکنه این پروسه 100 ساله باشه، یه قرن دو قرن باشه که یه صورت از در واقع یه صورت به صورت دیگه تبدیل میشه، پدیرانه به ایران تبدیل میشه، این یه شبکه اتفاق نمیفته. پس ما باید یه دورانی فرض کنیم که هر دو فرم در زبان رایج بوده. توجه کنید، خب از کجا معلوم که همین فرم بد ایران در زبان فردوسی به هر دو فرم نبوده؟ خب ما زمانی میتونیم تأمین بدیم یه قاعده ای رو به سراسر شاهنامه که اطمینان داشته باشیم. من یه مثال دیگه بزنم در مورد سخن. خودتون میدونید، همه دوستان شاهنامه میدونن که در شاهنامه سخت و تلفظ میشه بعد از دو بیت که محل بحث من کاری ندارم، سخت مثلا با بن قافیه میشه و واژه‌های دیگه که با من سخن در این موارد من کاملا موافقم که باید اعراب بذاره مصحح و به خوانندش بگه حتما سخن بخون. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا اگر سخن بخونی قافیه معیوب میشه و شعر از اون موسیقی دلنواز خودش تویی میشه. پس بنابراین در این موارد حتما لازمه که مصحح بیاد کمک خواننده که چگونه واژه رو تلفظ کنه. خب همین سخن وقتی که ما 50 سال میایم جلو، گفتم در اون دو بیتی که استثنایی هست که فردوسی هم ممکنه خیلی کم سخن هم به کار برده باشه، که ممکنه سخن هم به کار برده باشه در اون چند بیت، ما میبینیم مثلا توی گهشاستانه رو شما نگاه کنید که
هر دکتر پا به پای هم هستن، یعنی هم سخن سخن با بن قافیه شده، مثلا با بن قافیه شده و هم با تن. یعنی چی؟ یعنی هر دو فرم وجود داشته. و بعد در بحن، در کشنام، در پرامنظامه بزرگ که این قرن میبینیم، قرن پنجم سرود شدن، همه ما میبینیم این دو تلفظ آب پای هر دیگه وجود دارن. خب حالا چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ ما میتونیم نتیجه بگیریم که یک دوره‌ای که در قرن پنجم تحول سخن را داریم به سخن، و بعد در قرن بعدی میبینیم که یک ده دفعه دیگه سخن جای سخن را میگیره. یه نمونه دیگه، باختر با خاور، میدونیم در مطلوب بسیار کهن درست عکس معنای امروزی به کار میره. خب در شاهنامه بیشتر موارد باز هر دو فرم رو داریم. یعنی چی؟ یعنی هم خاور به معنی شرقه و هم به معنی غربه. باختر هم به معنی شرقه هم به معنی غربه. واقعا یه بلبشویی ها. حالا منشأش چیه؟ من یه حدسایی زدم، حالا میگم. ولی به هر حال وجود داره. در متون دیگه هم به همین شکل. یعنی در واقع خاور هم شرق اطلاق شده هم غرب. خیلی عجیبه. جهت‌ها. و بعد در قرن ششم هفتم میبینیم که به شکل امروزی ثابت میشه. پس ثابت میبینیم. پس بنابراین این باشگاه ما باید فرض کنیم که یه دوره تحولی رو پشت سر میگذارند، مثل بدیران یا فرمهای دیگه. و من با احترامی که احترام بی اندازه‌ای که به استاد عزیزم میذارم، ولی در این موارد خصوصا در مورد بدیران و بدافراسی ها موافق نظر استاد نیستم. یعنی من فکر کنم که هر جور که نسخه ها به ما اجازه بدن، ما این فرم ها در نسخه ها باشن، در نسخه ها باشن، این فرم در وقت میذاریم و نباشن نمیذاریم. این دوگانگی بسیار بهتره. چرا؟ به خاطر که همین دوگانگی به ما نشون میده که این دو فرم در اون زمان چه بسا به کار میرفته. ببینید؟ در اون زمان به کار میرفته. و بعد دو دورهای بعدیه که ما میبینیم که دیگه اصلا از زبان خارج میشه، دیگه فرمایی مثل بعد ایران و بعد افراسیاب نداریم. فقط در چند تا بازی گفتم امروز هم حتی برای ما باقی مونده، به دو و به دیشان و اینان، این همون ساخت کهن پهلوی پدیشان و پدو. حالا من یه در این مورد یه نظر بدم با اجازتون. به نظر من چون ما دستنویسای قدیمی تر نداریم، یعنی همون 200 خورده سال تا 300 سال فاصله داریم، و در واقع نقش مصحح اینجا خیلی نقش پررنگی است، و همینطور ما طبق اصول ریخت دشوارتر برتر است اگر بخوایم پیش برویم، در واقع مواجه میشیم با یک ساختی از حرف اضافه به مصوت بلند که مثلا 100 تا 200 تا این مدلی داریم، 100 تا 200 تا اون مدلی داریم، و به دستنویسا هم اطمینان قطعی نداریم. موارد دیگر هم به ما نشان داده که معمولا ریختای کهن‌تر درست‌تر هستن. اگر بین ریخت کهن‌تر و ریخت جدیدتر ما اون ریختی که با دال استفاده میشد و برتر بدیم، از یک طرف از اصل تصحیح قیاسی یا پیرایش سنجشی هم استفاده بکنیم، یعنی یه جایی که اگر دستنویسان هم کمک نکردن یا حتی هیچ کدوم اون ریخت رو نداشتن، ما میتوانیم با شواهد درون متنی و بیرون متنی و سبک شناسی این اجازه رو مصحح داره که اون واژه‌ای رو که وجودم نداره در دستنویسا اضافه بکنه. نکته سوم این که به نظر میرسه که متن اگر که یک دست باشه در موارد مشابه بهتر است از این که انواع مختلف درش باشه. در واقع ممکنه که در اون دوره هر دو نوع هم به کار میرفته، اما اینکه یک شاعری که یک متن رو داره به نظم میکشه، نه اینکه در دو کتابش، سه کتابش که 30 سال 40 سال فاصله داره و حضور ذهن داره در مورد تمام واژه ها، شاعری که حضور ذهن داره در مورد به کار بردن، تصویر به تصویر کشیدن طلوع خورشید و غروب خورشید تکراری نباشه، شاعری که حتی در اندرزهاش که صدها بار در شاهنامه به کار میره دقت میکنه که این اندرزها تکراری نباشن، اینقدر
تسلط و حضور ذهن درخشان داره، بعید هست که در مورد به کار بردن این حروف اضافه این خطا رو بکنه. به نظر من همین دوگانگی که ایجاد شده در دستنویسا به همون علت است که در بقیه واژه ها ایجاد شده و در اون کاتب ها، و با همون دلیلی که فرمودین چون در سده 4 و 5 و 6 این اتفاق داره میفته، کاتبای سده 6 و 7 و 8 با این دوگانگی روبرو شدن و برای آسان خوانتر کردن متن آمدن تمام دال ها رو حذف کردن. یه پیشنهادم دارم، چیزی که خودم به کار میگیرم، با وجودی که میدانم دکتر خالقی این به بدها رو با ا میخونه، من اینا رو با کسره میخونم، یعنی بدفراسیا، بدیران. در واقع اون چیزی که شما فرمودید برای اینکه خیلی دور از ذهن و عجیب و غریب برای خواننده امروزی نشود، میشه با یک کسره و فتحه ای که شاید این کسره حتی اصالت هم داشته باشه، یعنی میشود احتمال داد که خود فردوسی هم بدفراسیاب میخوانده. ما نمیتوانیم با قطعی بگوییم که چون پهلوی پد بوده و یه دوره بز و بد شده حتما این بوده تا وقتی که دال کلن حذف شد. پس یک میشه یه مقدار به قول فرنگی ها با مودیفاید کردن در حد کم، اونم در حد خانش، برای اینکه خواسته یا ناخواسته ما این کار رو میکنیم. در اگر اینجوری نباشه ما الان باید مثل افغانی ها و تاجیکی ها شاهنامه رو بخونیم، یعنی باید بگیم تمام کسره ها رو باید به حالت کسره پر و بلند یا به حالت بلند اصلا بخونیم، مثلا یای بلند بخونیم، مثلا بینامی خداوندی جان و خیرت. و احتمال زیاد هم خود فردوسی و حتی کاتبای چند صد بعد هم همچی خوانشی داشتن از زبان فارسی و از متن شاهنامه، ولی ما تا این اندازه خب داریم تغییر میدیم، به اندازه کافی داریم متن شاهنامه رو به لحاظ خوانش داریم تغییر میدیم. این نکته ای بود که من به ذهنم رسید. ببین همینجا چون بحثا نمیخوام فراموش بشه، ببین من موافق نیستم تا چرا ببین اگر ما بخوایم صورتی که این زمان فردوسی تلفظ شده تلفظ کنیم با صورتی که امروز بسیار متفاوت از این چیزی گفتی، یعنی به یه حرف اضافه به ما این اطمینان داریم، به یه حرف اضافه در زمان فردوسی و قبل از اون بعد تلفظ شده، یعنی به نام خداوند نبوده، به نامی، یعنی هر دو کسره اضافه هم کشیده بوده، توجه کنید هر دو فرم وجود داشته. چرا میگی که ما باید به شاهنامه رو یک دست کنیم، یک دستی بهتره؟ خب من از شما میپرسم تلفظ سویه در شاهنامه آیا همه جا سویه تلفظ میشده؟ نه دیگه، اون به نیاز وزن، به نیاز وزن کوتاه و بلند میشه. خب پس بنابراین ما دلیل نداره که شاهنامه همه جا یک دست باشه. آخه اونجا دلیل داریم، اونجا دلیل وزن داریم. حالا میخوام به یه نتیجه برسم، مقابل یه نتیجه بگیرم. ببین توجه کن که پس این تلفظ ما نمیتونیم، اول صحبت هم گفتم ما نمیتونیم که مثلا این تلفظ زمان فردوسی رو بیایم امروز کشف کنیم و به خواننده‌مون بگیم، باید همه جا بگیم به یه حرف اضافه بعد خون. حتی با یه تاکید هم دو تا در واقع تلفظ دارن، یکی باز به هست ببرم او، و یکی هم بو هست، او هم هست، او بازمی هم هست. پس بنابراین ما در مورد تلفظ این صورت ها در زمان فردوسی ما به نتیجه قطعی نمیتونیم برسیم. ببینیم بحث من اینه، وقتمون داره تموم میشه، من دوباره برمیگردم.
آره لطفا. آب خنک دیگه معمولی، آب شیر. خب درود دوباره به همه دوستان گرامی. یک ساعت نخست ما تمام شد، یک ساعت دیگه در پیش داریم. استاد خطیبی تشریف بیارن، من ایشون رو اضافه بکنم. در یک ساعت پیش رو هم 20 دقیقه نیم ساعتش رو سخنان دکتر خطیبی رو اگر بحثی داشته باشیم و ادامه میدیم. بعد 30-40 دقیقه پایانی رو من کامنت ها رو باز میکنم، شما پرسش ها رو بفرستید. خب دکتر خطیبی تشریف بیارن. خب بخش دوم نشست شبهای شاهنامه هست، میزبان استاد خطیبی هستیم. ایشون تشریف بیارن، من ایشون رو اضافه بکنم. بله منتظر هستیم الان استاد خدیبی تشریف بیارند که ادامه بحث رو در خدمت شما داشته باشیم. درود دوباره بر دکتر خدیبی. خب یک ساعت ما تمام شد، خود به خود قطع میشه بعد از یک ساعت. از الان یک ساعت داریم، یادمون باشه، حواسمون باشه، الان 10:35 دقیقه است. ما نیم ساعت 35 دقیقه بحثای خودمون رو ادامه بدیم و حدود 25 دقیقه هم کامنت ها رو باز بکنیم که دوستان پرسش هایی که دارن بپرسن، که پیمان شکنی نکرده باشیم و بی احترامی به کسانی که همراه ما هستن نباشه. خب بفرمایید این بحث رو جمعش بکنید استاد، که در مورد بحث خیلی مهم و درازدامن است، ولی یه جنبندی بفرمایید که بریم سراغ بحث. جلسه مستقلی داشت به این موقع بحث کنیم. من اینجا بگم با نظرت موافق نیستم، میدونی منظورم چیه؟ واسه اینو برای دوستان عزیزم بگم، من خب دوستان به من میگم خیلی محافظه کارم. آره من نسبت به تصحیح متن بسیار محافظه کارم، از نسخهای متن بیرون نمیرم مگر اینکه یه جایی مجبور بشیم به قول شما که اون به سر زمینه ها وجود داشته باشه، اون قواعد تصحیح قیاسی وجود داشته باشه. من میخوام بگم در مورد بد ایران اینها اون قواعد وجود نداره، یعنی ما اطمینان 100% نداریم. توجه کنید این خیلی مهمه که حتما در زمان فردوسی واژه هایی که با مصحفت آغاز میشه قبلش اگر باید حتما بد میشد و بز میشد، ما این اطمینان نداریم. خب شما اگر اطمینان دارید از کجا چنین اطمینانی برای شما وجود اومده؟ نسخه های خطی آیا اطمینان رو به ما میدن؟ نه. آیا نسخه های شاهنامه یا نسخه های دیگری به ما اطمینان میدن؟ نه. ببینید توجه کنید. و بعد اون نقطه مهم رو که من گفتم اینی که ما باید یک دوره رو برای این تحول پس کنیم یا نکنیم، یعنی اینکه یه شبه که چنین متنی اتفاق نمیافته و بعد ما بخواییم کل شاهنامه رو یک دست کنیم، کل شاهنامه رو یک دست کنیم. این تحول در هر زمانی که رخ داده باشه دو صورت پا به پای هم وجود داره، یعنی شما الان مثلا آیا عصبی توسی رو به لغت ندانی میتونی متهم کنی که دو تا تلفظ از سخن رو به کار برده؟
هم سخن به کار بردم سخن. پس ما باید بگیم که به صلاح این چندان سواد بالایی نداشته یا اصلا در این حوزه نمی گنجه. من میخوام بگم که این تحول خواب پای هم پیش میرفته، یعنی باید در یک زمانهای واقعا وجود داره، همین امروز هم هست. ما مثالهای متعددی میتونیم در دورهای مختلف بزنیم که دو فرم از یک واژه یا یک ساخت در یک دوره وجود داشته، بعدن این تیه مثلا 100 سال 200 سال میکشه تا این یک دست بشه و همه در اون خب خیلی خب حالا ما در ادامه این پرسش یه پرسش کوتاه بپرسم، شما هم کوتاه پاسخ بدید بریم سراغ پرسش اصلی بعدی. آیا شاهنامه فردوسی نیاز به پیرایش دوباره دارد یا ندارد با یا بدون دستنویس جدید؟ یعنی اگر دستنویس جدیدی پیدا بشود که قدیمی تر از فلورانس باشد یا دستنویس های اونچنینی، در چه شرایطی نیاز به دوباره بازنگری اساسی هست در واقع، یا مثل خیلی ها شما معتقدین که با کار استاد خالقی ویرایش شاهنامه به انتها رسیده؟ به انتها رسیده منظورم این نیست که اساسا نظرات دیگه داده نشه، این که کس دیگری بیاید و دوباره شاهنامه رو ویرایش بکنه. از این جهت میپرسم که الان مدتی است که این اتفاق داره میفته، وقتی یک دستنویسی پیدا میشود، دستنویس حالا معتبر یا نیمه معتبر، کسانی هستند که انگار که همون دستنویس رو دارن ویرایش میکنن و چاپ میکنن و در واقع اسم اون کار رو میگذارن دوباره ویرایش شاهنامه، در صورتی که به نظرم اشکال نداره اگر یک دستنویسی قابل خواندن یا اصلاح بشود برای اینکه اون دستنویس جدید رو همه بشناسن، اما اینکه بر مبنای همون یک دستنویس ما دوباره شاهنامه رو ویرایش بکنیم و نام ویرایش شاهنامه برش بگذاریم با پیدا شدن یک دستنویس، این چه حد و مرزی داره و این اساسا این بازار شاهنامه که یه مقدار جنبه نام و ننگ هم پیدا کرده که زیر اسم فردوسی و زیر شاهنامه هر کسی مایه افتخار و آرزوشه که اسمش بیاد روی جلد شاهنامه، این رو چجوری باید کنترل کرد، چجوری باید تعریف کرد و معنا کرد؟ خب بازم خیلی سوالای خوبی میپرسی زاکروس، نه این دغدغه خیلی ها هست واقعا. ببین من واقعا با چنین تصدیقات خود اقدام بودی به شدت مخالفم و یک پخت خالی میدونم، خودش آماده است و دیگران دارن میخوانم. توجه کنید اگر کسی اومد مثل خالقی 15 تا نسخه دیگه شاهنامه رو، نه این نسخه ها، بیاد مقابله کنه نسخه جدید هم که هست و این نسخه هم هست، خب کسی جدید ارائه بده، کسی جلوش که نگرفته، اما به قولی شما تا یه نسخه کشف میشه میان همون نسخه رو تصحیح میکنن به عنوان ویرایش جدید، به کلی اصلا کار علمی نیست، کار غلطیه. الان خصوصا قبل از کار خالقی یا میانه کار خالقی ما چند کتاب داریم دیدیم، مثلا میگه که حتی کار زندیات روبینی به کلی کار عبد کار بیهودهی بود، و یا کارهای دیگه فکر کنم استاد روشن هم انجام داده بر اساس لندن 675 و کسان دیگه، اصلا کار غلطیه. یعنی چی که من شاهنامه رو بر اساس نسخه فلان رو تصحیح کنم؟ نسخه فلان رو تصحیح کرده یعنی چی؟ یعنی الان تصحیح انتقادی که اصولی داره، تصحیح انتقادی یعنی همین کاری که استاد خالقی کرده، یعنی یک شناختی نسبت به کل نسخه ها پیدا میکنی و بعد از میان این نسخه ها معتبرترینش و فهمترینش رو انتخاب میکنی، با هم مقابله میکنی، صورت اصلی رو در متن میذاری، اختلافات رو در حاشیه، این میشه کریتیکال تکست یا کریتیکال ادیشن. سوای این کار پختخاریه، میدونی؟ و چرا میگم زندیا جنبی واقعا زحمت کشید، سالها هم زحمت کشید، ولی یعنی چی که بر اساس نسخه فلورانس بیم شاهنامه رو تصدیق کنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه بحث شاهنامه با مصدومی متفاوته. اگر کتاب العبنیه میشد بحثی درش نبود. ما کتاب العبنیه رو داریم به خط اسدی طوسی مربوط به زمان مؤلف. خب این نسخه رو طبعا بهترین نسخه و معتبرترین نسخه است، اینا چاپ میکنن، چاپ هم کردن، بحثی درش نیست. ولی در مورد شاهنامه وقتی که با 200 سال خلع داریم، در اونجا
چه نسخه ای میتونه مبنای کامل تصحیح شاهنامه باشه و ما اونو بیاییم عیناً بخوایم با یه تغییراتی به خواننده بگیم تحت عنوان ویرایش جدید، اصلا چه معنی داره؟ و بعد من مخالف ویرایش جدید نیستم به هیچ وجه و فکرم نمی‌کنم که با کار خالقی شاهنامه به تصحیح شاهنامه به اتمام رسیده، به هیچ وجه من چنین نظری ندارم. تصحیح شاهنامه همچنان ادامه داره، همچنان که خودت میدونید بسیاری بخش‌های شاهنامه، بیت‌های شاهنامه هنوز حل نشده، واقعا حل نشده. یعنی نسخه‌ها ممکنه بیان به داد ما برسن و در واقع مصحح بتونه این بیت‌ها رو بر اساس نسخه‌های دیگه حل کنه، من بحثی ندارم. اما یه نوع یک چیز اصل کلی رو اصل کلی من. اگر نسخه میخواد جدید کشف میشه و مصحح میخواد علاقمند به شاهنامه میخواد با دخالت دادن به این نسخه تصحیح جدیدی ارائه بده، خب میتونه این کار بکنه، بیاد سراسر این نسخه رو با متن خالقی مقایسه کنه و در یک کتابی مقاله‌ای بیاد اختلافات رو بگه، بگید این نسخه به جایی که مطمئنه که تأثیر داره در تصحیح شاهنامه، میاد بگه فلان به این نسخه اینو داره و مجموع اینها به نظر من این ضبط نسخه جدید راهگشاست. خب الفن میبینن نه اینکه ما به خاطر یک دستمال قیصریه رو آتیش بزنیم. ببینید به خاطر مثلا چند مورد باید ببینید که چقدر تاثیرگذاره و چقدر متن رو عوض میکنه. الان شما نگاه کنید، به مقایسه کنید با شاهنامه خالقی با مثلا ویدایش مسکو ژولمون، تفاوت رو نگاه، اگر یک تصحیح جدیدی از شاهنامه میخواد ارائه بشه باید تفاوت در این حد باشه. یعنی الان شما نگاه کنید بسیاری از قطعات و بیت‌ها اصلا در ژولمون و مسکو هست که در ویدایش خالقی نیست، یا برعکس اون یعنی شاهنامه چاپ مسکو یک اجتماعات فاحشی کرده که بنداری رو اساس قرار دادن و بسیاری از اصلا داستانهای شاهنامه رو خودت میدونید که تو بنداری نبوده، تصور کرده که این الهاقیه و بردن انتها بکنه کاملا اصلی. پس میگه که تفاوت از زمین به آسمانه. خب یه آفت دیگه هم این کار داره، من این آفت رو بگم و بعد بریم سراغ یه پرسش جدی بعدی و یه چند تا پرسش کوتاه و بعد بریم سراغ پرسش دوستان. یه آفت بزرگ داره به نظرم این کار. طبق همین فرمایش شما، کسی که این کار رو انجام میده تا حد ممکن سعی میکنه که کار خودش رو با متفاوت تر بودن توجیه بکنه. این متفاوت تر بودن او رو فرو میغلطانه در یک مسیری که تا اونجایی که میتواند در مخالفت با ویرایش های گذشته انتخاب بکنه. یعنی اگر هم تا الان میپذیرفته این گزینش مثلا چاپ مسکو یا چاپ استاد خالقی رو، الان برای اینکه کار او به عنوان یک کار بیهوده تلقی نشه، میاد این انتخابی رو که در این دستنویس جدید وجود داره رو به عنوان ملاک قرار میده و احیانا ممکنه براش دلایلی هم بتراشد. یعنی این کار مشکل اصلیش این است که به اندازه کافی هویت مجزا و حرف جدید برای گفتن ندارد و شما برای اینکه این رو توجیه بکنید یا حل بکنید ناچارید که تفاوت زیاد و ببینید چقدر دراز روش شناسی علمی و هدف چقدر آسیب داره و چقدر میتونه آدم رو دور بکنه از یک از اون مسیر کار علمی. به نظرم اینم یک مشکل اساسی این کار میتونه باشه. خب ببینید خب پرسش بعدی رو اگر که اجازه بدید من اینو بپرسم. آقای دکتر، شاهنامه فردوسی همیشه مورد توجه بوده، به نظر میرسه که در این 80-90 سال گذشته به دلایل مختلف، حالا اجتماعی، سیاسی، تاریخی، بیش از گذشته مورد اقبال قرار گرفت. در کنار اون شاهنامه شناسی ایرانی هم وارد مسیر جدیدی شد و ایرانی ها حالا از تقی‌زاده و غزنوی و قزوینی و اینها بگیریم که بیایم جلو، یک راهی باز شد که در واقع شاهنامه شناسی علمی در ایران شکل گرفت، متفاوت با آنچه که در گذشته وجود داشت و همیشه هم با نگاه به غرب بوده، نگاه به شیوه های علمی مقاله نویسی، شرح نویسی یا تصحیح متون کهن که خوشبختانه در این زمینه تقلید از غرب تقلید هوشمندانه ای بوده و به جاهای خوبی هم ختم شده.
بعد از انقلاب 57 به دلایل و علل دیگه اجتماعی تاریخی اقبال به شاهنامه انگار بیشتر شده و رشته ها و حوزه های دیگه، یعنی از مردم شناسی و تاریخ و زبان های باستانی و اسطوره شناسی، همه اینها به درستی متوجه شدن که شاهنامه فقط متنی ادبی و متنی حماسی نیست و خیلی پرمایه است برای اینکه عناصری ازش بیرون بکشن و روش پژوهش انجام بدن. و هر چقدرم که پیشرفت، مشخص شد که روسفید بود شاهنامه در این زمینه ها. این باعث شد که تعداد مقالات و تعداد پایان‌نامه ها و رساله ها و کتاب هایی که در مورد شاهنامه نوشته میشه، حالا شما بشمارید همایش ها و مجموع مقالات و اینها رو، به یه رقم خیلی عجیب و غریبی به لحاظ کمی ما میرسیم که اگر همه اینها رو ما بتوانیم به زور در دانش شاهنامه شناسی قرار بدیم، در واقع به یک وضعیتی میرسیم، به یک قولی تبدیل میشه که احیانا خود ما هم در مواجهه با اون ممکنه دچار هراس و دچار مشکل بشیم. و این قول ممکنه که همه ما رو ببلعه، یعنی خود شاهنامه ببلعه در آینده. این که میخوام ببینم در ذهن شما تصویر این روند دانش شاهنامه شناسی و این که مقالات رساله هایی که امروزه در مورد شاهنامه نوشته میشه با راهنمایی بالاخره استادانی که حالا چه میزان به شاهنامه مسلط هستن یا نیستن به جای خود بماند و دانشجویانی که ناچارن بالاخره رساله‌ای بگذرانن و مقالات چاپ بشه و امتیازایی بگیرن، به کار گرفتن نظریات غربی، نظریه های از داستان شناسی پراب گرفته تا اسطوره شناسی های نظریات دومزیل گرفته، همه اینها شما بگیرید، به کارگیری این نظریات که شاهنامه رو در قالب اینها بریزیم، یا سنجش شاهنامه با متون دیگه. یعنی ما دیگه چقدر داریم الان سنجش شاهنامه با متون حماسی خودمون و با متون و متون حماسی دنیا و با به دست آوردن نتیجه های مشابه و کلیشه‌ای. این میخوام بپرسم اینا چه گره هایی رو از دانش شاهنامه شناسی باز میکنن؟ اساسا تصویر شما از دانش شاهنامه شناسی به شکل ایدئال چه هست و ما چقدر با اون فاصله داریم، در اون مسیر گام میزنیم؟ چه مسائلی از دانش شاهنامه شناسی اگر حل بشود افقهای روشنی باز میشود؟ اگر که توانسته باشم منظور خودم رو متوجه شدم. ببینید، ما در حدود 120 سال پیش کار عظیم نولدکه رو داریم، حماسه ملی، درسته؟ و واقعا این کتاب، من گاهی اوقات به دوستان که توصیه میکنم این کتاب بخونن، چند تا کتاب ساده تر رو میگم بخونن بعد برسن به این کتاب، تازه بعد از 120 سال. توجه کنید، واقعا غربی ها برخلاف باز کسانی که معتقدن که غربی ها برای رضای خدا موش نمیگیرن، چی اون ضرور مثلا گربه و مثلا استعمار مطرح، آره گربه مثلا استعمار مطرح میکنن و بعد من کاملا مخالفی. واقعا غربی ها البته استثناءات رو بله وجود داره، ولی در مجموع در کار ایران شناسی و به ویژه در کار خودمون شاهنامه شناسی، غربی ها بسیار زحمت کشیدن از گذشته های دور، کم امثال جورمول ماکان و یا مکن، درستش مکن، ماکان، جورمول، نولدکه و دیگران واقعا تلاش کردن. و اگر هم امروزه ما کارهایی رو داریم انجام میدیم، واقعا این تحقیقات بر بنیاد اون تحقیقات پیشینه، مثلا کار نولدکه. و عجیبه که هنوز صرف نظر چند استثناء همچنان به صلاح نظرات نولدکه درسته و خلافش نتونسته، واقعا به صلاح ما استفاده میکنیم و بسیار هم برای ما ارزشمند و گرانبهاست، توجه کنیم. اما در گذشته چه در حوزه ایران شناسی، زبان های ایران باستان، تاریخ ایران باستان و چه شاهنامه شناسی، واقعا در حیطه غرب غربیان بود، داشتندان غربی بودن که واقعا حرف اول رو میزدن و تحقیقاتش رو پیش رو بود. اما وقت اسمسا گفتم کار نولدکه، تصیح شاهنامه جورمول، مسکو که البته مسکو یک استثناء هست که من فکر میکنم که چیز رو عبدالحسین نوشی بسیار تاثیر گذاشته، بسیار تاثیر، ولی به هر حال قبل از اون ماکان و جورمول و نولدکه و دیگران فوق‌العاده بودن. ولی هرچی که به جلوتر میاییم ما، کسانی مثل
علیزاده قزوینی ظهور میکنن، ملک شورای بهار الان ظهور میکنن. و الان اگر ما بخوایم مقایسه کنیم نسبت به گذشته، بعد از انقلاب اسلامی پژوهش های شاهنامه شناسی به مراتب هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی رشد داشته. یه واقعیت انکارناپذیره. برعکس اون که تصور میشه که در حال در رژیم گذشته بسیار حمایت میشه، حمایت مالی خصوصا در مورد ایران باستان شاهنامه، ولی بعد از انقلاب اسلامی به مراتب کارهای ارزشمندتری، حالا دلایل ارزشی البته دلایل مختلفی داره، ما اگر بخوایم بحث کنیم اصلا یه جلسه میتونیم راجع به این بیایم صحبت کنیم، خب خیلی هم مهمه. اما به مرور که وقتی با پیش میاییم به همین شکل امروزه، اگر امروز بخوایم شاهنامه شناسی در امروز ارزیابی کنیم، با شاهنامه شناسی امروز و جریانات شاهنامه شناسی امروز، من تصور میکنم که ایرانی ها نسبت به غربی ها جلوترن و پیش روان. خب این ممکن دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله که خصوصا در زمینه تصحیح متن شاهنامه برخلاف اون چیزی که تصور میشه که خارجی نسبت به در واقع زبان پارسی میتونه نگاه متعادل تری داشته باشه تا یک پارسی زبان که از روی شیفتگی داره به متن نگاه میکنه، من به این اعتقاد دارم که زبان پارسی بسیار ریزکاری داره و خصوصا متون کهن ما، نوشته های کهن ما آنقدر دشوار و حاوی ریزکاری های متعدد هست که یک عهد زبان بسیار تحصیل کرده مثل دکتر کلال خالیقه مطلق بهتر از یک همتای غربی میتونه در واقع شاهنامه رو تحصیل کنه. خب ما امروزه هم میبینیم که در عالم شاهنامه شناسی نمونه دکتر جلال خالیقه نیست، نداریم. شما چه کسی رو میبینید چه در اروپا و آمریکا و چه در ایران چه در روسیه؟ یک دفعه رو نشون میده که به لحاظ علمی سطحش بالاتر از سطح دکتر خالیقی باشه، واقعا ما نداریم. یعنی در هر دو حوزه، یعنی هم حوزه تصحیح متن شاهنامه و هم حوزه اسطوره‌شناسی، توجه کنید مثلا در مورد داستان رستم و سهراب، خب چیز کتاب پاتر خب خیلی مهمه، بحثی هم نداریم. ولی الان امروزه مقاله یکی داستان از قرآن چشم دکتر خالقی بهترین نمونه یک تحقیق در زبان فارسی راجع به اسطوره شناسی است که واقعا یعنی هر کسی که میخواد مطالعه کنه در مورد داستان رستم و سهراب حتما باید این مقاله رو بخونه. خب حتما خود اون و دیگران هم میدونن، کسانی که خوندن میدونن من چی میدونم. پس بنابراین در حوزه شاهنامه شناسی من تصور میکنم، حالا دکتر خالقی غیر از دکتر خالقی کسان دیگه هم هستن، مثلا شما دانشمند جوان ما دکتر سجاد آریدین رو ما اصلا نمیتونیم نادیده بگیریم. شما بیش از 200 نزدیک 220 مقاله و 20 کتاب بسیار ارزشمند و در زمینه‌های مختلف هم هست، تحقیق و پژوهش کرده، از مسئله دستور زبان گرفته تا اسطوره شناسی گرفته تا تصحیح متن، به هر حال کار کرده و نمونهش رو باز ما کم داریم. یا کسان دیگه هستن، تو محمود و سالار هست و الان من امروزه میبینم جوانهایی هستن رو آورده به تصحیح متن شاهنامه، میره تمرکز میکنه روی نسخه هایی که هیچ کس تا حالا اصلا ندیده و بس نکرده و میان این نسخه ها رو معرفی میکنن و احیانا کمکی که به تصحیح متن میکنه بیرون میکشن، مقاله مینویسن و من آینده بسیار خوبی رو در رشته شاهنامه شناسی من میبینم با جوانایی که بسیار علاقه مندن و بلوش کنم من میبینم. پس بنابراین به نظر من شاهنامه شناسی در ایران و بین ایرانیان نسبت به غرب، البته الان هم کار میکنن غربیان در زمین های مختلف غیر از البته تصحیح متن شاهنامه، ما میبینیم که سال هاست که غربیان کار نکرد، ولی در زمینه اسطوره شناسی خب کارهایی رو امروزه ما میخونیم. و
غیر از تصحیح متن شاهنامه زاگرس در حوزه تصحیح انتقادی متن ایرانی ها تونستن جایگاه خودش رو به دست بیارن خوشبختانه. الان بهترین تصحیحات در متون مختلف تصحیحاتی هستن که ویراشایی هستن که ایرانی ها انجام دادن، استاد شفیعی و خب در گذشته هم که زندیار محمد امین ریاهی و دیگر دو تباس زریاب خویی و دیگران و کمتر کسی هست در دیان قرن قدر لازه تصحیح مرد قابل مقایسه بود. در گذشته بعد غربی ها واقعا استادان بزرگی رو داشتن مثل نیکلسون، المدریت و دیگران، ولی امروزه ایرانی ها پیش روان. حتی زاگرس در زمینه تاریخ ایران باستان و زبانهای باستانی هم من تصور کنم هنوز نرسیدن به حد غربی ها. واقعا خودت هم میدونی که تو این زمینه های زبان ها واقعا غربی ها جلوترن و ما داریم استفاده میکنیم، انصافا هم زحمت میکشن و ما از این زحماتشون استفاده میکنیم، ولی باز هم در این زمینه ما میبینیم که ایرانیان شایسته وجود دارن در چه اروپا چه داخل ایران که تو این زمینه کار میکنن و حرفای نوعی میزنن. بله، فقط این رو در تکمیلش بفرمایید که چه بخش هایی یا چه حوزه هایی از دانش بزرگ شاهنامه شناسی کمتر کار شده و نیاز هست و ضرورت هست، به نظرتون تو چه بخش هایی کمتر کار شده یا تو چه بخش هایی افراد شده و تو اون زمینه ها اگر کار بشه راهگشا هست برای فهم کلی شاهنامه؟ من فکر میکنم که در این زمینه بسیار کم شده و امیدوارم که به اصطلاح استادان این رشته و جوانایی که به هر حال علاقه مندن روی این زمینه‌هایی که خدمتتون میگم واقعا کار کنن. مسئله اصلی برای من در درجه اول وقتی که شاهنامه رو برخورد کردم زیبایی شناسی متن زاگرس بود. یعنی چی؟ یعنی که هنوز برای ما هیچ کس روشن نکرده که این متنی که امروزه ما داریم خوزن روی متون غربی چقدر کار کردن، چه کتاب هایی در این زمینه نوشتن که از لحاظ شاهنامه به لحاظ زیبایی شناسی متن در چه جایی باید در فرم، منظور شما در فرم دیگه حوزه بلاغت. مثلا خصوصا حوزه بلاغت شعر که غربی ها بگم پویتیک، از این نظر مثلا کسی کار عمده این الان شما میتونید یک کتابی رو واقعا به من معرفی کنید که اختصاصا در این زمینه میتونه مرجع باشه برای ایرانی ها؟ واقعا نداریم یا کم داریم دیگه؟ نداریم. خب بعد من یه زمینه های دیگه هم مثلا به چندین نفر از این دانشجویان رشته های مختلف ادبیات زبان های باستانی من یه پیشنهادی کردم که برای پایان نامه شون رو بردارن یه جداگانه تر، ولی هنوز هیچ کس نرفته زاگرس که به صدا این موضوع به این مهمی رو هنوز حل نشده باقی مونده و اون خدای نامه است. جور چه کتابی میتونیم معرفی کنیم به من که بیاد مثلا خصوصا روی بازسازی خدای نامه؟ من اعتقاد دارم مثلا سیرالملوک ابن مقفع که ترجمه خدای نامه رسمی بوده در کتاب نهایت العرب وجود داره، مثل متن عربی که ترجمه کهن فارسیش هم ما داریم. من به چندی نفر گفتم که این متن عربی اصلا تصحیح خوبی هم نداریم ازش، میدونی بسیار پرغرفی، خدا بیامرزه زندیات دانش پشت رو، ولی به هر حال ما متن منقب و انتقادی هم از این واقعا نداریم. یعنی الان هم اگر با استفاده بکنیم با ترس و لرزه، ما اصلا نمیدونیم که واقعا این متن عربی آیا درست تصحیح شده نشده. هیچ کس هم سراغش نرفته. چرا؟ بخاطر که دشواره، بخاطر که سخته و حتما استادان دانشگاه های ما دنبال کارهای مهمتری هستن جز این. من به چند نفر الان هم اینجا دوستان علاقه‌مند به شاهنامه کم نیستن، واقعا کسانی که علاقه‌مند به شاهنامه سراغ این موضوع برن و اینو برای ما حل کنن که
این متن اصلی خدای نامه یا تحلیل‌های اصلی خدای نامه به چه شکل بوده، به چه صورت‌هایی بوده، و اینو مقایسه متون عربی، متون عربی مثل تاریخ طبری یا خودتبار به دیگران دیگر کتاب‌ها که این قطعات خدای نامه رو درک کردن و امروز برای ما غنیمتیه، بیان اینا رو استخراج کنن، با شاهنامه مقایسه کنن، با بودی مقایسه کنن و بعد یه تحقیق و یه در واقع پیش‌زمینه، یه متن پیش‌زمینه رو برای ما فراهم کنن، بتونه با شاهنامه بسنجی و ببینیم که به اصطلاح واقعا این وضعیت منابع شاهنامه چگونه بوده که الان موزلی، هنوز هم واقعا موزلیه مسئله بحث منابع شاهنامه. و من فکر کنم تو این دو حوزه، منابع شاهنامه و بحث زیبایی شناسی شاهنامه و دستور، الان یک کتابی که در زمان شاه نوشته شد، شاه انقلاب نوشته شد در مورد بعد ما دیگه کتاب دستور ما ننوشته و اونم بسیار قدیمیه، بر اساس چاپ قدیمی. حالا واقعا لازمه که دستور اصلا در شاهنامه نوشته بشه یا پایان‌نامه برداشته بشه. و بعد ما خصوصا به لحاظ بحث واژگانی، بله کتاب جدید استاد خالقی واقعا جای خالیه، بحث واژگانیه، واژه‌شناسی و واژگانیه، واژگان شاهنامه رو تا حدی پر کرده، بل هنوز نخوندم ولی میدونم یه بخشش رو خوندم، یه خلایی رو پر کرده ولی هنوز باز هم جای کار داره. مثلا اینکه چرا واقعا پایان‌نامه نمیگیره حرف اضافه در شاهنامه، میدونی چقدر بحث مشکلیه، یا بحث حتی فریزال ورب ها، اون فعل هایی که با حرف اضافه مخصوص معنی خاصی میده، او این هم کسی کار را کرده. بعد به خیلی جزئی بگم، میخوام تعمیم بدی خودت یا دوستان دیگه میدونن چقدر میتونن در شاهنامه موضوعی که کار نشده و میتونن پایان نامه بگیرن تحقیق کنن، ولی تا دلت بخواد زاق روز حرفای تکراری. بعد چند روزی پیش به خودت بگفتم 5-6 تا مقاله برای من در عرض 6 ماه برای داوری اومده بود، بعد گفته بودن که مثلا رستم بر مبنای نظریه جوزف کمبل، خب جوزف کمبل میدونیم که به اصطلاح مراحل گذر پهلوان رو از مراحل مختلف اونجا بحث میکنه که یه پهلوان در این منظومه های حماسی از چه مراحلی میگذرن، کودکی دارن و بعد مبارزه با اژدها هست، با حیوان هست، با چی 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 تا مراحل آخر. و بعد من مرتب میدیدم که پهلوان باقی نذاشتن، یعنی رستم بر اساس نظریه جوزف کمپ، بعد فرامرز بر اساس نظریه جوزف کمپ، برزو بر اساس نظریه جوزف کمپ، بعد شهرو نمیدونم کی کی، یعنی پهلوان باقی نذاشتن دیگه. من موافق استفاده از نظریات غربی ها هستم، خصوصا در زمین های اسطوره شناسی، و خودم هم این کارو کردم، ولی من فکر کنم که این تحقیقاتی که جدید من میبینم این تحقیقات باسمهیه، یعنی بسیار سست و به درد نخور، یعنی هرچی که میخونم بالاخره تهش چی در میاد از توی من چه استفاده میتونم بکنم، و در نهایت میبینم هیچ، واقعا هیچ. باید وقتی این کسی میاد بر مبنای این نظریه های غربی در خصوصا نقد ادبی، نظریه های ادبی میاد، یا اسطوره شناسی میاد میخواد یه موضوع شاهنامه رو واکاوی کنه، بحث کنه، باید اون نظریه رو خوب بدونه، نه اینکه بر اساس چند تا ترجمه فارسی بیاد بگه مثلا این نظریه اینه و بعد شاهنامه هم بیاد بر اساس اون تطبیق بده. هر جایی که تطبیق نمی کنه بعد بگه این جز استثناءاته، خب یا اینکه به اصطلاح با زور هم که شده در حال به یکی از این مراحل پهلوان بچسبه. خیلی ممنون. من یکی دو تا شوخی کوچولو بکنم، یکم بخندیم، بعد یه چند تا پیشنهاد در مورد کارهایی که نیاز از روی شاهنامه بدم، بعد چند تا پرسش کوتاه پاسخ کوتاه، بعد کامنت ها رو باز بکنم. یکی گفتید که بیان حرف اضافه در شاهنامه رو کار بکنن، جرئت نمی‌کنم که شاهنامه حرف اضافه نزده، همش حرف حساب بوده.
حرف اضافه نداریم داشتم. یکی این که اگر که خدای نام پژوهی میخواید پیشنهاد بدید به بچه های فرهنگ و زبان باستانی نباید پیشنهاد بدید، بچه های تاریخ ایران باستان باید پیشنهاد بدید، چون متن‌شناسی تاریخ و فرهنگ و زبان باستانی یه مقدار از این دور هست. عرض کنم خدمت شما که به نظرم در زمینه جغرافیای تاریخی و جاینام شناسی و ریشه شناسی، مخصوصا توی این جاینام شناسی و ریشه شناسی، خیلی بچه های فرهنگ و زبان های باستانی میتوانن خوب کار بکنن و کارهای خوب اونا چقدر کمک میکنه هم به فهم بهتر شاهنامه هم به تصحیح بهتر شاهنامه. چون الان بسیاری از جاینامایی که در شاهنامه هست، خود استاد خالقی هم خیلی تغییر داده، دو سه بار توی این پیرایش ها به نتایج بهتر رسیده، پیشنهادات خوب استاد سیدی یا کسای دیگه دادن تغییر داده، همین که هنوز هم خودش با علامت سوال رو هست و میگه که ما نمیدانیم اینا واقعا کجا هستن، اساسا درست ویرایش شدن یا نشدن، چون گم شده بودن کاتبا هم خطا انجام دادن، و رو ریشه شناسی نام ها، ریشه شناسی جای نام ها، اینا کارهایی که خیلی میتونه کمک بکنه. و در واقع تاریخ ساسانی، تاریخ ساسانی با نگاه به شاهنامه، منتها از به اون اندازه‌ای که بچه‌های تاریخ ایران باستان اهمیت میدن به منابع رومی و منابع یونانی و یا به منابع سکه شناسی و باستان شناسی و اینها، به اون اندازه به متون داخلی مخصوصا به شاهنامه توجه نمی‌کنن، و اگر توجهی هم دارن یا نیازی دارن، فکر می‌کنم که بلعمی و سعالبی و طبری نیاز اونها رو برآورده می‌کنه. به خاطر همین سراغ متن دشوار و سنگین و بزرگی مثل شاهنامه نمیرن که بخوان واردش بشن. اگر که این تشویقات در اون زمینه ها صورت بگیره، به نظرم خیلی راهگشا میشه و خیلی چیزا روشن میشه. خب چند تا سوال کوتاه میپرسم به سبک این برنامه های سوال کوتاه هست که میگن که فقط با آره یا نه پاسخ بدید، ولی شما هر چی که به ذهنتون میرسه در همون نظر اول پاسخ بدید که ببینیم به کجا میرسه. محبوب ترین شخصیت شاهنامه در ذهن شما کیست؟ سیاوش. سیاوش رو بیشتر از همه دوست داریم. خب منفور ترین؟ باز بخوام من فکر کنم باید شارژر رو بزنم. بله بزن. خیلی باز بخوام. خواهش. دکتر خطیبی رو خسته کردیم، گوشیشون هم خسته شد، خودشون هم دست ما خسته شدن، ولی شما صحبت کردیم داشتم میگردم شما داشتم میگردم هم شما رو خسته کردیم هم گوشی شما رو خسته کردیم. نه صحبت کردیم، شما صحبت کردیم تا من این شارژده رو بست. فکر من چند تا جواب جای شما بدم. محبوب تنی شانام شناس خارجی فکر کنم نولدکه باشه تو حرفاتون تقریبا گفتین. محبوب ترین شاهنامه شناس ایرانی هم میخواستم بپرسم، احتمالاً دکتر خالقی باشه به خاطر اینکه با توجه به اون تعریف های و تمجیدهایی که کردین از آثارشون و از خدماتی که انجام دادن، ولی این منفور ترین شخصیت شاهنامه رو بفرمایید. خب خیلی سخته ولی من فکر کنم باز منفور ترین شخصیت شاهنامه گرسیوز باشه. گرسیوز اونم ربطش میدیم به سیاوش. آره به سیاوش. من کلا داستان سیاوش رو به اصطلاح واقعا از بسیاری نظرات یگانه میبینم در سراسر ادب. خب دو تا سوال کوتاه. شاملو رو برای چی اینقدر دوست دارین شما؟ من یه بار گفتم در مورد زیبایی شناسی شعر، برای من شعر فرصتی نشد و جای دیگه گفتم و نوشتم، حتی شاهنامه در درجه اول برای من شعریت شاهنامه مهمه. بعدن در زمینه های میتونیم اسطوره شناسی بحث کنیم، دستور زبان بحث کنیم، زبان فارسی بحث کنیم، در درجه اول برای من شعر باید شعر باشه و بعد چیزهای دیگر. خب از این نظر
به نظر من شاملو بعد از حافظ و بارها گفتم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ایران یعنی بعد از حافظ ما شاعری به بزرگی شاملو ما نداریم. چرا؟ به خاطر این که تونسته خلاقیت شعری رو، آفرینش هنری رو با زیبایی شناسی در کنار تعهد اجتماعی بیاد بهتر کنه. درست. این دیگه در پاسخ کوتاه هم نمی گنجید. خیلی ممنون. یه سوال دیگه بپرسم، خیلی کوتاه بگید، کامنت ها رو من باز میکنم. با شاهنامه ستیزان و دشمنان فردوسی که نزدیکن و رو به رو انا دور و برمان چه کار باید کرد؟ من فکر میکنم که من یه بار تبریز در مورد مثلا همین موضوع برحال ملیگرایی و اینا بحث میکردم، همین مسئله رو گفتم. ما واقعا اگر میخواییم به جایی برسیم فقط با گفتگو توانیم، ناغیر فقط با گفتگو در مورد مثلا کسانی که دام بردی و کسانی که ضد شاهنامه هستند، حتی ضد ایران هستند و هموطنان ما هستند، تنها راهی که وجود داره بحث و گفتگوست. و اگر هم تن به بحث ندادند حتی میشه اون شخصیت خودمونو فروتر میاریم تا تن به بحث بدن، خاک راهشون میشه. خیلی ممنون. تا تن به بحث بدن. خیلی هم عالی. ولی من مقابله رو نمیبینم، به هیچ وجه راهش مقابله نیست، بسیار فقط گفتگو و بس. بسیار خوب، خیلی ممنون. خب من باز کردم کامنت ها رو، ما الان 20 دقیقه فرصت داریم. دکتر خطیبی هم کمک میکنن که خلاصه تر پاسخ بدن. من پرسش های دوستان رو بالا بیاد بنویسم و مطرح بکنم. درود بر شما، درود فرستاده. نمیدونم شما میبینی استاد، درود میفرستن. خیلی ممنون، دوستان لطف دارن، همیشه به من لطف دارن. خیلی ممنونم. گفتن که نظر ایشان درباره جمله معروف شاهنامه آخرش خوش است را جویا شوید. خیلی مهمه. ببینید، توجه کنید، ما در فرهنگ نویسی یک اصلی رو داریم، میگیم که مثلا این در مورد کلیشه های زبان، ضرور مسئله ها و کلیشه های زبان، خصوصا ضرور مسئله ها، باید این اون ساخت رو معنی کرد. یعنی اگر منفیه، ما این منفیشو در شاهنامه میاریم، در فرهنگ میاریم، و اگر مثبته، مثبت دیگه منفیشو نمیاریم، یا خصوصا منفیه دیگه مثبت نمیکنه. خب در مورد واژه‌های دیگه چرا دیگه مثلا نیاوردن و قطعا نمیاریم، هم آوردنه، ولی در این موارد بیاریم. خب شاهنامه خوش است یک کلیشه در زبان ما، درسته، یک مسئله که بسیار هم کاربرد داره. مهم اینه که این کلیشه در چه بافتی به کار میره. این کلیشه در بافت‌های به کار میره که منفیه، اصلا مثبت نیست. شما در هیچ بافت مثبت نیست که بتونید این شاهنامه آخرش خوشه رو به کار ببرید. خب درست مثل این که جوجه ها رو آخر پاییز میشورن، شما اصلا نمیتونین که بگین که جوجه ها رو آخر پاییز نمیشمارن. خب شاهنامه آخرش خوش نیست، یعنی فقط میتونیم زوب کنیم روی همون کلیشه. پس بنابراین شاهنامه پایانش خوشه نتیجه عکس داره، یعنی یک آیرونیکه. خب یعنی شاهنامه میگیم آخرش خوشه ولی خوش نیست، و ما میدونیم که خوش نیست، یعنی یزدگرد میدونیم که ایران دست عراق فتح میشه و بعد ایران ویران میشه و بعد که دیگه میره زیر یوغ بعد از عربان ترکان و مغولان، درسته؟ پس شاهنامه آخرش خوش نیست طبق متن ما، ولی وقتی که میگه آخرش خوشه یک آیرونیکه، یعنی خوش نیست و در باختای منفی به کار میده، مثل جوجه ها آخره. درست.
خیلی ممنون. بله عالی. پرسیدند که بازخوانی و رجوع امروز به ما به شاهنامه چگونه باید باشد. شاید منظورشون اینه که امروز چه برداشت و چه استفاده ای ما میتونیم از شاهنامه بکنیم لابد به لحاظ تاریخ معاصر یا هویت امروزین ما یا در مواجهه با جهان. خب ازام دوست خودت میدونی که این دست خیلی طولانیه، یعنی اگر بخوایم شروع کنیم حتی مقدمه را من بگم خیلی بس، برای خیلی خلاصه من گفتم در به صدا این صحبت هایی با هم داشتیم من گفتم که امروزه ما در درجه اول این که یک متن در ادبیات فارسی تراز اول رو می‌کنیم، یعنی یک متن ادبی که می‌توانیم لذت هنری ببریم، مثل اینکه یک تابلوی لبخند ژوکوند رو می‌بینیم، مثل اینکه یک موسیقی دلنواز گوش می‌دیم، تفاوت نمی‌کنه در حیطه هنر. و نمیخوام بگم که هنر برای هنر، منظورم این نیست که چه بسا حتی هنر برای هنر هم بسیار متعالیه، یعنی در زمانی که بشر در چنبر یک نواختی گرفتار شده، یک بطنی مثل شاهنامه میتونه این یک نواختی رو از بین ببره، میتونه یک دریچه جدیدی به روی فارسی زبانان و کسانی که علاقه داشتن بکشاید که از یک نواختی زندگی اونو نجات بده به عنوان یک اثر هنری و یک لذت هنری. من بارها و بارها داستانان شاهنامه رو میخونم و هر بار بیش از گذشته لذت هنری میبرم. من در درجه اول اینو میدونم، در درجه بعدش بله بحث های دقیق اسطوره شناسی هست، بد شناسی هست، واژگان شناسی هست و خصوصا بحث هویت ملی. نکته اصلی که من میخوام بگم اینه که شاهنامه اگر امروز برای ما یک اثر جاودان آنقدر محبوبه به خاطر چند بودی بودنشه، به خاطر اینکه هم به لحاظ ادبی گفتم یک بحث تراز اوله، خب هم به لحاظ محتوایی در میان همه منظومه های جهانی حتی در این حد که معتبرترین متن به لحاظ اسطوره شناسی و به لحاظ محتوایی حالا محتوایی بس گسترده است، و هم این که ما از شاهنامه میتونیم لذت هنری ببریم. درسته. و بحث هویت ملی که مطرح میشه فقط همین هم اشاره کنم که این کتابی که شما میخونین از داستانهاش لذت هنری میبرین، خب در این حال کتابیست در این حال همزمان توجه کنین که اگر من یه مثال هم میخوام بزنم بعدش یادم بیاد مثال بزنم، خب که از این کتاب میشه لذت هنری بود، در این حال در همان زمان این متن حلقه پیوند میان تمام اقوامی است که در این سرزمین زندگی کنند، با حتی مذاهب مختلف، دینهای مختلف، قومهای مختلف و حتی زبانهای مختلف. پس بنابراین شما توجه کنید یک متنی که چند بودیه، یه منشوری که چند وجهیه. خب ما فرض کنید یه مثال بزنم، استاد عزیز ما که خب دکتر عباس زریاب خوری شامشوزه و دیگران هم میشستن، خب ما فکر میکنیم یا استادی که استاد عزیز من که 20 سال زیر دستش کار میکنم دکتر صادقی، ما در مورد این دو نفر میخوام مثال بزنم. خب چند بودی هم دکتر زریاب از یه طرف کلام میدونست، توجه کن، از یه طرف فلسفه میدونست، متخصص درجه اول بحث‌های فلسفی بود، خب متن‌شناسی بود، زبان‌های مختلف بود، بله، و بعد روحانی بود، در حوزه درس خود بود و تمام درس و حوزوی رو بسیار عربیدان بسیار بزرگی بود که
حتی بردیسی اشکالات رو بیمورد پیش اون بردیسی خودش عربه بر خودش میدونیم. و بعد حالا ما وقتی با دوستان رو صحبت میکنیم خب جای سرگاه رو کی میگیره؟ خب پس یک شخص نیست. یا جای دکتر سالگی رو کی میگیره؟ یک شخص نیست. حالا باید چند شخص باشد تخصص های مختلف خب؟ و بعد اون نتیجه لازم هم نمیده. چرا نمیده؟ به خاطر اینکه اگر 5 نفر جمع بشن تازه بشن زریاب خب 5 تا مغز مختلفه و نمیتونه یک مسئله رو حل کنه. این 5 تا مغز در وجود یه مغزه که میتونه فلان بیت حافظ رو گره گشایی کنه. بله. وقتی که تقسیم میشه به 5 نفر حتی اگر اون سواد رو هم جبران کنه به خاطر اینکه در وجود یه نفر جمع نشده و نمیتونه به اصطلاح اون نتیجه لازم رو به ما بده. درسته. در مورد شاهنامه متوجه شدی منظورم؟ ببین در مورد شاهنامه هم همینجور، یعنی اینکه این شخصیت داره ابعاد مختلفیه. خب از یک طرف بزرگترین شاعر ایران و نابغه دوران هاست، من فکر کنم همه دوران ها نبوغ داره. خب این شخص و حکیمه، توجه کنید، حکیمه و متنی رو انتخاب کرده که از هر نظر متمایز با متون دیگه، خصوصا اینکه تاریخ واقعی و اسطوره‌ای ایران رو از آغاز کیومرث تا آخر داره. یعنی نرفته مثلا راجب گرشاس مثل اسدی یا مثل برزو بیاد پهلوانی برزو رو به نظر بیاره، یا دقیقا میدونسته داره چه کار میکنه، میدونسته که باید چه کتابی رو انتخاب کنه و زمانه در زمانه خودش رو میشناخته که این کتابی که میتونه این پیوند رو برقرار کنه، میتونه این هویت ملی رو حفظ کنه. آگاهی داشته بود برخلاف دوستان عزیز من که معتقدن که نه مثلا فردوسی فقط برای معروف شدن خودش شاهنامه سروده یا برای صله بوده یا برای شهرت طلب. من چنین اعتقادی ندارم ساکوس. من فکر میکنم که یک آگاهی تاریخی وجود داشته. مثالی که میزنم مثال اینه، به توجه کنید توی یه دوره خودت میدونید احمد ابن سهل در مرو یه دهقان زاده بود، خب شرحال شب هست پدری، ببینید این نکته خیلی مهمه، پدری احمد ابن سهل ازش میپرسن که در مورد فرزندانش، میگه که چی؟ میگه هر سه به یک روز کشته میشوند اندر تعصب عرب و بعد به واقع هم کشته میشوند برادران احمد ابن سهل، مثلان سهل. خب شما اینو اتفاقی میدونیم که احمد ابن سهل حاکم مرو که میشه آزاد سرو رو از سیستان بر میداره میاره مرو و آزاد سرو نامی خسروان یا همون خدای نامه رو بنویسه. یعنی این تقابل حس نمیشه، این تقابلی که منتهی میشه یک طرفش به اون حفظ گذشته باشکوه ایران، اخبار رستم، آن هم شخصی که دهقانه، دهقانه ایرانیه و کسی رو هم میاره آزاد سر، اصلا نامش پیداست احتمالا مسلمان نیست، که بیاد روایات باستانی گذشته ایران رو تدوین کنه و همان میشه مأخذی برای شاهنامه ابومنصوری. بله. و بسیاری از اخبار رستم رو با میدونیم، اخبار رستم، که بله. از طریق آزاد سر امروزه به ما رسیده. خب شما کاملا اتفاقی میبینی میدونی؟ درسته درسته، سپاسگزارم. آقای دکتر سوال زیاد داریم، من فقط 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم، تا اونجایی که میشه اگر کوتاه پاسخ بدید، تا اونجایی که میشود که سوالای بیشتری هم مطرح بشه چون سر 1 ساعت قطع خواهد شد. گفتن در مورد زیبایی شناسی پرسیدن، منظور شما در مورد زیبایی شناسی در واژگان و ادبیات شاهنامه است یا در قالب شاید هم محتوا منظورشون بوده؟ قالب نه محتوا، همون بچه اولی که گفتم زیبایی شناسی بلاغت شعری، زیبایی شناسی بلاغت شعری، اینکه شما از یه متن ادبی رو میخونین و لذت هنری میبرین. درسته، این نکته بسیار مهمه.
پرسیدن که جایگاه شاهنامه امروز در بین حماسه های جهان و بین پژوهش های علمی چجوری است؟ اون چیزی که یعنی واقعیتش هست، نه اینکه مثلا ما بیشتر به اونا توجه میکنیم. مثلا چه میدونم میزان کارها و پژوهش ها و رساله هایی که در مورد حماسه های جهان میشه امروزه هم مثلا همون اعتقاد دارن جایگاه شاهنامه بالاتر رفته، پایینتر اومده؟ من فکر میکنم که در هر دوره، خصوصا در به اصطلاح 300 سال گذشته، شاهنامه جایگاه بسیار بالایی داشته دست بسیاری از غربیان و طبعا ایرانی ها و حتی شرقیان، مثلا مصر و کشورهای دیگه عربی هم حتی. و من تصور میکنم که اون دوستان عزیز اون کتاب ژرار شالیان رو در مورد حماسه‌های جهان، این کتاب رو به نظر من بخونن. اونجا برای 40 تا منظومه حماسی رو بررسی کرده و بعد ویژگی‌های هر کدوم رو گفته. کتاب نسبتاً مفصلی مثلا کتاب خونی من هست، میتونم سالشو بودم میشناسن دوستان. و بعد آخرش اومده از میان این 40 تا 5 تا حماسه رو و حماسه معروف رو جدا کرد، انتخاب کرد، یه شاهنامه جزش، شاهنامه جزش مثل اینی ایلیا مهابارانتا. خب و بعد از میان این 5 تا باز 3 تا انتخاب کرده، باز شاهنامه جزش. ببینید من و زاگروس و دیگران نیستیم که داریم نرها رو میزنیم که هم بر تعصب ما باشه، برحال یک پژوهشگر داره یه درفا میزنیم که اومده این حماسا رو خونده، بررسی کرده، تازه غیر اهل زبانه. ما گاهی اوقات زیبایی هایی رو در شاهنامه میبینیم که ممکنه که غیر اهل زبان اون زیبایی ها رو نشناسن. یه واقعیت که مثلا بنده هم شعر انگلیسی رو میخونم، به همه جنبه های زیبایی شناسی شعر الیوت ممکنه که مثلا دسترسی پیدا نکنم. خب ولی تا اونجایی که فهم عمومی اجازه میده این محقق اومده مثلا این ستا متن و حماسه برجسته جهانی رو جدا کرده. خب و بعد بحث میکنه اونجا که میگه از یک نظرهایی شاهنامه حتی برتر است، میگه ایلیاد برتر. خب غربیا معمولا اعتقاد دارن ایلیاد خب مثل نولدکه دیگه، نولدکه هم همچین نظری داره. آره حماسه بزرگیه دیگه. ولی میاد میگه که شاهنامه از بعضی جنبه هایی داره که حماسه های دیگه ندارن، خصوصا تأکید میکنه روی به اصطلاح بنیاد های اخلاق چقدر شاهنامه از این نظر بسیار مهمه، بسیار باید روی همین بحث واقعا بحث بشه که این به حال از قلم فردوسی تراوش کرده به این اندیشه های فرزانگان ایران باستانه که به شاهنامه رسیده و در آخرین مرحله به دست قلم سحرانگیز فردوسی به منظور شد. درسته. دو تا پرسش با هم یکی میکنم، فکر میکنم دوتا رو با هم بتونید پاسخ بدید. یکی فرمودن که برداشت های ذوقی سلیقه‌ای به بهانه باز بودن برداشت از شاهنامه چقدر جا داره، چجوری اینا رو میشه کنترل کرد؟ دومیشم بگم نظر هرمنوتیکی، گفتن نظریه های هرمنوتیکی به شاهنامه چه معیار قواعدی میتوانه داشته باشه؟ زودتر داره تموم میشه البته میتونم برگردم، من دوباره برمیگردم، شما بفرمایید قطع شد من دوباره برمیگردم. من در خدمت دوستان هستم تا هر موقع شب. اگه خسته نشدین دیگه من گفتم این نه خیلی خوشحالم در برحال صحبت میکنیم و گپ میزنیم لطف دارید محبت دارید تمام شد. 2 3 2 1
خب ما دوباره برگشتیم که بخش سوم رو آغاز بکنیم. فکر نمی کردم که بخش سوم هم داشته باشیم، یعنی سعی می کردم نباشه که استاد خطیبی خسته نشن همینطور شما، ولی ظاهراً بس داغ شده و هم سر حال حضور دارن، خسته نشدن، پس من هم ادامه میدم. چند تا پرسش یادداشت کردم، پرسش های بعدی هم یادداشت میکنم. به احترام شما دوستان همه رو سعی میکنم چیزی از چشمم دور نمانه و همه رو از دکتر خطیبی بپرسم. دکتر خطیبی آمدند، من ایشون رو اضافه میکنم. خب تا دکتر خطیبی بیان، من یه چیزی میخواستم اضافه بکنم، این بود که در مورد جایگاه شاهنامه در بین حماسه های جهان و پژوهش های جهانی به یک کتابی آقای دکتر اشاره کردن، کتاب آنتونی پاتر. در اون کتاب آنتونی پاتر، درود سباره بر شما استاد، خیلی ممنون، خیلی ممنون که هستین، همراهی میکنین، خسته نمیشین، همیشه نستوه و خستگی ناپذیرید. امیدوارم که این خستگی ها به در بشه با بس در مورد شاهنامه. داشتم عرض میکردم که در اون کتاب آنتونی پاتر که فکر میکنم نزدیک، اونم البته مدت ها گذشته، 90-100 سال ازش گذشته، ولی این انگلیسی در پژوهشی که کرده نزدیک به 80 و اندی نبرد پدر و پسر در متون مختلف مکتوب و شفاهی جهان گردآوری کرده و همونجوری که نام کتابش رو گذاشته رستم و سهراب، به این دلیل نام کتاب رو گذاشته، یعنی معتقد بوده که کاملترین و بهترین شکل روایت در بین تمامی این نبردها نبرد رستم و سهراب. دلایل خودش هم آورده، اصلا هیچ تعصبی هم نداشته که بخواد به ایرانی ها حالا کاری داشته باشه. این هم یک نمونه بود که شما فرمودید. واقعا درسته، کاملا اشاره خوبی کردی. یه نکته رو فقط من تصدیق کنم، تا درست سهراب ان رستم، سهراب و رست خواستم بگم، آره به ذهنم رسید. نکته اتفاقا زاکروس در همین تقدم سهراب بر رستم هم نکته است و اینکه علاقه بیشتر به سهراب داشته یا به پسر در پدر کشی، یعنی این پاتر این هم میخواد برسونه و یا گفتن که پسر جوانش هم پاتر از دست میده. نمیدونستم اینو نمیدونستم. یه بار مکس کردی. بله این نکته، بله بله بله، مهمه. میگه سهراب نه رستم، خیلی مهمی. خب پرسش هرمنوتیک، نظریه های هرمنوتیکی و برداشت های ذوقی به بهانه باز بودن برداشت. من فکر کنم که چند تا مقالم این برداشت های ذوقی رو واقعا به اصطلاح اشاره کردن و توضیح دادن که این برداشت چه. خیلی خلاصه بگم، خیلی خلاصه بگم، و این که ما این برداشت های خب هرمنوتی یا برداشت های امروزی از یک داستان کهن و یا یک شکوهن شخصیت شاهنامه همینجور گفته به بهانه باز بودن این برداشت رو بچست. متاسفانه خیلی این تحلیل ها مواجه میشیم، خصوصا که این مقالات میاد برای داوری پیش من، میبینم که چه خیال پردازی هایی که نمیشه. توجه کنید که بحث تعویل یه اصولی برای خودش داره و ما نمیتونیم همینجوری بخوایم به صلاح یک تحلیل رو بکنیم و مرغ خیال خودمون رو پرواز بدیم به دورها و بخوایم دو تو چیزی که به هم دیگه اصلا نمیچسبه بیان بچسبونیم. شاید مثلا بعد نباشه من بخوام این تحلیلای ذوقی که مبتنی بر منابعی نیست، خب یه مثال بزنیم. مثلا شما همیشه میگین لایتچسبک لایتچسبک. مثلا ببینید
یک بنیادی باید داشته باشه این تحلیل‌های هرمنوتیک. ببین زاکوس باید یک بنیادی داشته باشه تحلیل. وقتی تحلیل می‌کنیم باید به اصطلاح یک اصول پشت این تحلیل ما باشه. همینجوری که ما نمیتونیم که بیایم به اصطلاح هر چیز رو هر دو به اصطلاح شخصیت رو به هم دیگه وصل کنیم و یا بحث‌های دیگه که خودت میدونی. الان مثال در ذهنت داری که بخوای زاگرس مثال بزنی یا من بزنم؟ مثلا در مثال در ذهنت داری عرفان ملموس باشه. عرفان ببینید توجه کنید، واقعا شاهنامه یک ژانر حماسی، خب عرفان یک ژانر جداییه. یعنی تحلیل مسائل عرفانی بر اساس یک سری ابزارها و اصولی هست که مخصوص تحلیل همون ژانره. ما چطور میتونیم که از ابزاری که برای تحلیل ژانر عرفانیه بیم اون ابزار برای تحلیل ژانر حماسی به کار ببریم؟ این اصلا از اساس بحث ما غلطه، میدونیم. حالا این یکی، این بحث خیلی کلی بود. شاید من یه مثال بخوام بزنم که دوستان به اصطلاح متوجه باشن که صرف یک سری شباهت ها واقعا ما نمیتونیم به اصطلاح دو شخصیت رو یکسان بگیریم یا یک واقعه رو بخوایم تحلیل کنیم. مثلا تحلیل اینه که زال ارتباط داره با دیو سفید. چرا؟ به خاطر اینکه دیو سفید می‌دونیم که خود به اصطلاح بدن دیو سفید فقط موش سفید بوده و از این نظر به دیو سفید برمی به اصطلاح معروف میشه. و اینم حالا بحثی هست که نوردکی هم مطرح کرده، کسانی میگن که ارتباط با ایزدان کهن داره. اونا اون بحثا کنار میذاریم و فقط همین نکته رو میخوام بگم. حالا زال هم وقتی که به دنیا میاد موی سفید داره، درسته؟ زال موی سفید داره. خب آیا ما صرف این که این موی سفید داره و این که زال هم موی سفید داره ما میتونیم بیاییم ارتباط بین این دوتا قائل بشیم؟ و حتی گفته میشه از زبان سام گفته میشه که این دیو هست و پری هست و دیوزاده هست، یعنی نشانه هایی میشه اونجوری پیدا کرد. نشان. یه پازل رو کنار هم چیدیم. بله اونی که میگه با دیو سپید بعد حالا از این جلوتر بریم و بعد بیاییم اینو بگیم که مثلا زمانی که این در مورد داستان دیو سپید پس دیگه رستم میاد پاشو قطع میکنه پای دیو سفید و بعد با اون پای قطع شده میجنگه با دیو سفید، درسته؟ و بعد این که ببین خوب گوش بده زاکوس، این که در به اصطلاح برداشت های روانکاوی و روانشناسی هست که آلت مرد به پا تشبیه شده. یعنی پا با آلت تناسلی مرد یکسان گرفته میشه. حالا توی تحلیل های روانکاوی و اینا، خب حالا ما بر این اساس بیاییم بگیم که وقتی که رستم پای دیو سفید را قطع میکند مثل این که آلت تناسلی پدرش سام زال را قطع، یعنی همون نبرد فرویدی پدر و پسر. و بعد بیایم از این باز یه برداشت دیگه ای کنیم، بگیم که وقتی که منظور آلت تناسلی پدرش را قطع میکنن یعنی این که او رو از مردی بیندازد، او را از جهان پهلوانی سرنگون کند و خودش جایگزین اون بشه. خب اینو نوشتن، اینو گفتن، کی گفته اینو؟ حالا انجام دادن. آیا من گفتم برای دوستان یه مثال بزنم که ملموس باشه. وقتی که من میگم به صلاح این تداعی معانی های افسار گسیخته یا خیال پردازی های افسار گسیخته، کسی نمیتونه جلوشو بگیره.
میده، وقتی مرغ خیال که پرواز میکنه دیگه کسی جلودارش نیست، همینجوری میره، همینه. خب شما به عنوان یک تحلیلگر شاهنامه آیا واقعا این برداشتا فکر نمیکنی خیال بافی محضه؟ بله پای خب مثال خوب بود دیگه، یعنی ما یه مثالی زدیم. حالا ما که شاهنامه‌شناس گفته، بله شاهنامه‌شناس گفته، و واقعا من نمیدونم چه حد میشه این تحلیل رو باور کرد یا جز تحلیل متوجه شدم. آره من مثال فقط زدم که روشن بشه منظور وقتی خیال پردازی فقط در تکمیل فرمایش شما. اساسا چون شاهنامه هم در متون ادبی سبک خراسانی قرار میگیره، اساسا متون ادبی سبک خراسانی اون میزان تعویل پذیری و اون میزان ایهام و لایه لایه بودنی که سبک عراقی و بعد از اون دارن اساسا ندارن و بیان اونها با صراحت بیشتری، توصیفاتی که دارن آشکارتره و همین میزان هم پس میزان تعویل پذیری اونها کمتر میشه، به ویژه اینکه دیگه ژانر حماسه و تاریخ نویسی هم که دیگه یه مقدار دورتر میکنه کارو از این. پس باید پژوهشگرا بدانن که خیلی به اون اندازه‌ای که مثلا به غزلیات مولوی یا به غزلیات حافظ نگاه میکنن، با همون نگاه و با همون نظریات نمیتوانن سراغ متون حماسی هم برن. شما هم به درستی فرمودین. پرسیدند که پرداختن به ویژگی‌های نمایشی شاهنامه چقدر مهم است؟ لابد برای پژوهش منظورشون است. من فکر کنم منظورش اینه که برای تئاتر سینماست، فیلم سینمایی یا هنرهای دیگه بسیار مهمه. اتفاقا استاد عزیز ما دکتر خالدی علاقه‌منده و خود یه کتاب جدید چاپ که دیدید مثلا یه نمایشنامه است. بله و یادم میاد الان 25 سالیه که بهران ما آشنا، دائما همیشه میگه واقعا چرا از این امکانات و ظرفیت های نمایشی شاهنامه هیچ کس استفاده نکرد. حالا شما دیدین که یک فیلم سینمایی خوب بر اساس شاهنامه در ایران هنوز که هنوزه همون فیلم رستم و سهراب و رستم اسفندیار که رستم تاجیکستان واقعا این 40 سال اخیر، حالا قبلش هم همینجور، چرا این همه ظرفیت نمایشی داره شاهنامه؟ میدونیم دیگه چرا یک فیلم ساز نیومده فیلم بر اساس شاهنامه؟ تئاتر کار شده انصافا، پریسا به دیگران انصافا زحمت کشیدن تئاتر. من یه راضیم، تا حد راضیم، ولی باز هم به صلاح شایسته شاهنامه باشه باز هم نشده. ولی در حوزه فیلم سینمایی واقعا چرا؟ شما نگاه کنید آثار بزرگ غربی چقدر فیلم های سینمایی ساخته شده. بارها و بارها، درسته. از این علی چقدر استفاده کردن از این ظرفیت های سینمایی. این جزء فرهنگ یک ملت، شوخی نباید شوخی برگزار کنیم، این جزء فرهنگ یک ملت، به پشتوانه فرهنگی و پشتوانه هویتی یک ملتی که در این عصری که داره میره به سمت جهانی شدن، ما از این ظرفیت ها و امکانات میتونیم برای ابراز هویت خودمون در این جهان ناپایدار استفاده کنیم. پس چرا نیومدن این فیلمسازهای ما از این ظرفیت؟ من گاهی یه بار زاگرس یک کارگردان سینما اومده بود پیش من راجع به زوربان میخواست فیلم بسازه و مشورتی با من کرد و من تا اونجا که میدونستم راه نمایش کرد. اصلا فکر کنم همچین فیلم ساخته نشد. شما دیدین تا حالا زوربان؟ فکر کنم اونم سرنوشتی. من به اون گفتم که شما فقط همین صحنه شاهنامه رو توجه کنید، داستان که خسرو و مرگ خسرو. شما در کدوم یک از حماسه های بزرگ جهانی، در آثار بزرگ جهانی چنین مرگ شکوهمندی رو میبینیم؟ بله حماسیه واقعا. بله خب آیا خود این موضوع، این مضمون حماسی آیا شایسته یک فیلم سینمایی نیست؟ وقتی که کیخسرو میره و مثل یک نقطه سیاه در برف با
پنهان میشه و یاران و پادارش هم در زیر برق و این صحنه های شکوهمندی برای یک بله. ساختن یک نمایش برای این سینمایی چرا تا حالا هیچ کس نمیره سراغش؟ حالا با ذکر این نکته استاد که خیلی چیزا آماده هست در شاهنامه، یعنی انگار که جای دوربین و زاویه دید و کجا کلوزآپ میشه، کجا نمای باز گرفته میشه، طراحی صحنه، میزانسن، انگار فردوسی همه این کارا رو انجام داده. خیلی جاها اصلا شبیه نمایشنامه است شاهنامه و آماده است، واقعا برای ساختن آماده است. و باز با ذکر این نکته دوم، این که اگر کسی در این زمینه کار بکنه به لحاظ اقتصادی هیچ موقع شکست نخواهد خورد، اینقدر شاهنامه طرفدار داره که همه خواهند دید، یعنی شکست ریسکی هم نداره این کار، اما خب متاسفانه انجام نداره. از ترکیه صنایع دوربین رو دیدی زاکروس، خیلی موارد هست که کلوزآپه. آره دقیقاً، قشنگ توی بیت به بیت که نگاه می‌کنی دوربین میره عقب، دوربین میره تا کل صحنه رو میده، دوباره باز میاد یه پهلوان دیگه زوم میکنه از دور میاد یا قطع میکنه اصلا خودش میگه از آن سو، بعد اون درباره نشون میده از این سو برمیگرده. اصلا بی‌نظیره از بله. لحاظ کار ساده کرده من گاهی اوقات به دانشجوام وقتی به این صحنه ها میرسن واقعا توجه میدم، چون نگاه کنم دقیقا مثل کارگردان عمل میکنه. درسته. خب استاد نابغه است. بله، اولا که از ترکیه هم به شما سلام رسوندن، دوستی آمده بود گفت من از ترکیه هستم، سلام رساند به شما. بعد آقای دکتر یلدرم، آره نه یلدرم شاید... اسمشون یلدرم هست. آره عرض شود که ممنونم. یک دوست نوجوانی ما داریم به اسم ارشیا که در انجمن کرج هست، کم سن و سال هستند، الان تو نظام آموزشی فعلی نمیدونم، ولی کم سن و سال ترین شاهنامه پژوه ما هستن. ایشون یه سوالی از شما پرسیدن، گفتن شاهنامه چه میراثی برای شعر نو و شعر امروز دارد، یعنی مثلا شاعری که امروزه بخواد شاعر روز باشه و شعر نو بگه احیانا چه میراثی یا چه آموزه هایی میتونه، شاهنامه به چه درد همچین شاعری میخوره، به این صورت بیان بکنیم. به اتفاقا من به تمام دوستان شاعرم توصیه میکنم حتما اول تا آخر شاهنامه رو بخونم. واقعا میراثیه که خصوصا شاعرای ما میتونن به نفع احسن استفاده کنن. من یه مثال بزنم، خب باز الان دوستان به من خیلی ایراد میگیرن به خاطر طرفداری از شاملو و اون به هر حال سخنرانی که شاملو در مورد فردوسی گفت و اون حرفایی که مورد تایید منم نیست، طبعا نیست، و اون حرفاش من باید باطل میبینم، ولی باید شاملو، جایگاه شاملو به عنوان یک مترجم برجسته و شاعر بزرگ غرب، باید از اون سخنرانی جدا کنیم. هر کس به هر حال نظرات مختلفی داره، چرا ما باید بیایم به خاطر یه سخنرانی که موافق ما نبوده و شاملو رو از مثلا هنرهایی که دیگری هم که داره بخوایم اونها هم ناجوان مردانه بخوایم کنار بزنیم؟ و خود شاملو از این نظر برای شاعران جدید بخوام خدمتتون بگم، ببینید توی یه بخش های اشعار شاملو ما یک ساخت های آرکائیک ببینیم که به زیبایی با عناصر مدرن تلفیق شده. به زیبایی با عناصر مدرن تلفیق، و شاعران ما هم میتونن از همین صحبت هایی که ما کردیم در مورد این ظرفیت های نمایشی، خصوصا در ظرفیت های نمایشی در کنار ظرفیت های زبانی، در کنار ظرفیت زبانی مهمترین منبعی میتونه باشه برای شاعران ما که الهام بگیرن از شاهنامه و شعر فردوسی، بهترین منبع الهامه. ببینید من دیدم توی به اصطلاح زیر نویسات دوستا سوال میکنن، یه سوالی کردن در مورد شاهنامه به نثر، برای همین من به دوستان عزیزم اصلا توصیه نمیکنم شاهنامه به نثر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون زیبایی های شاهنامه در نثر هر کسی باشه محو میشه دیگه. ما با یک اثر هنری سرکار نداریم، ما
و یک محتوایی داریم که توی اخبار و اتبار دینوری هم خلاصش هست، در تاریخ طبری هم هست، در نهایت العرب هم هست، خب ترجمه معنی نهایت العرب تجربه من چاپ شده اونجا هم هست. خب به چه دردی میخوره؟ من به دوستان عزیز همین توصیه میکنم که این شاهنامه به نصف فقط بخواید بدونین که مثلا نتیجه نبرد رستم و سهراب چی شد یا خلاصش چی شد، خب مثلا نیست، خب بخونن دوستان. اما از این طریق با دو جهان شگفت‌انگیز شاهنامه نمیتونن آشنا بشن و اصلا نمیتونن بهره‌ای ببرن. زیبایی شعر زیبایی شاهنامه گفتم باز هم در تأکید کنم شعریت و ادبیت بهره و لذت هنری، توجه کنید لذت هنری از شاهنامه که تأثیر روی زبان بذاره و زبان شاعر جدید روی زبان. مسئله زبان خصوصا از این نظر که من مثلا در ذهنم بود که اون بحث سوال اولتون من پاسخ بدم، خصوصا از این نظر ببین زاکروس که در بر فکر کنم بی نظیره بله واقعا نداریم که ما با شاهنامه همون بحثایی که باختیم میکنه که یه منبع شاعر به منبع الهام داره، درست ارتباط مستقیم داره با سرچشمه الهام، درسته؟ ولی فردوسی اینجوری نیست، توجه کنید. ولی نتیجه‌ای که از این کار حاصل شده در اوج خودشه. چرا؟ اون منبع مستقیم الهام که شاعرهای دیگه دارن وصلن به آسمان، خب فردوسی وصل به متن، وصل به متن، توجه کنید که این نبوغ فردوسی همینه. وقتی که از یه طرف به متن وفادار باید بشه و وصل به متن، از یه طرف وصل به آسمان منبع الهام، و این که توانسته این دو رو به زیبایی با هم تلفیق کنه و دار شاهنامه بیاره، این اوج خلاقیت هنریه. درسته. آقای دکتر، نکته کمی نیست. نه مهمه. یکی این که اگه گوشیتون یه مقدار شارژ شده از شارژ در بیارید، چون گوشیتون میلرزه، یه مقدار لرزش داره، تصویرتون لرزان میشه. اگه شارژ داره درش بیارید که ساکن بیسته. یکی هم که از خیلی خوش از آمریکا هم به شما سلام رسوندن. بعد ارشاد خدمت سلام عرض می‌کنم. آره. بعدش نظامی عروضی هم گفته که فردوسی سخن رو به آسمان علیین برده، یعنی اونم روی زبان شاهنامه و روی فرم شاهنامه تاکید کرده. آفرین، دقیقا همینه. و نمونه‌ای که میاره نمیاد جنبه محتوی رو نشون بده، نمونه‌ای که میاره برای اینکه سخن رو به آسمان علیین برد چیه؟ اصلا بحث محتوایی نیست اونجا. زبانه. میاد بهتر یادت هست کمانندی برمه هنگام گه، ببین اصلا بحث محتوایی نیست، فقط زبانه. آره، کمانندی چرمه هنگام گه، کراننده کرگس اندر نبرد. بله کرگس اندر نبرد. ببینی زیبایی خود به موسیقی شعر رو نگاه کن، چه آبای چه. خب و بعد بیان غیر مستقیم، من توی یه سخنرانی اینو باز کردم واقعا برای شاعران جدید، میگی شاعران جدید چطوری میتونن استفاده کنن، اینجاست همین چند بیت رو بخونن زاگرس، ببینن که این بیت در همین بیت فقط که نظامی عروضی هم شیفته شد و اینو به عنوان مثال میاره برای شاعری که سخن رو به آسمان علیین برد، ببینید. خب کی داره این بیت؟ واجارایی و موسیقی درونی و صدر. بله، لذت و هنری که شاعر امروز ما اینو میگیره، از این ابیات الهام بگیره. زاگرس میتونه من بارها گفتم که شاعر ما باید یاد بگیره که در شعر بیان مستقیم به کار نمی آید، شاعرها اینو نمیدونن. خب ولی وقتی شاهنامه میخونه میفهمن که بابا این شاعر واقعی
که میاد این دنیای ما رو به هم میریزه، ویران میکنه، بر پای این دنیای ما یک دنیای دیگری خلق میکنه. توجه کنید که غیر مستقیم ارتباط داره با دنیای ما، نه مستقیم. توجه کن در همین بیت نمیاد بگه که زال سام پدر من، این توصیف زال از سام نمیاد بگه که میتونست توصیف های قشنگتر هم داشته باشه، به توصیف بیاد بگه که مثلا بسیاری از دشمنان را میکشت، صد نفر را حریف بود، ولی اصلا نمیاد. این برای مستقیمه دیگه، نه همون طلوع خورشیدی که به سال زدی. خب در هر بیتی، در هر جایی که میرسه یه تصویر جدیدی رو خلق میکنه از طلوع خورشید، یعنی یه دنیای جدید، یک حیات جدید به روی خواننده میگشاید. خب در این مورد هم همینجور ببینید، در این در جاهای مختلف که پهلوان در نبرد دشمنان رو میکشد، بیان غیر مستقیم داره، بیان دیگر داره، یک جهان جدید به روی خواننده خلق باز میکنه. و در اینجا میگه که چی؟ میگه که کراننده کرگس اندر نبرد، کماننده کرمه هنگام گرد، کراننده کرگس اندر نبرد. میگه که این سود بزرگی برای کرگس ها در نبرد فراهم میکنه. نمیگه که سام دشمناشو میکشه اصلا، اصلا صحبت از کشتن اونا نیست. پس نه، فقط میگه که این برای کرکس سور تهیه میکنه. بعد اینه که خالنده اینجا خودش متوجه میشه که منظور چیه. این که میگم لذت و هنری، بیان غیر مستقیم خیلی مهمه در این بیت. حالا میشه بیت به بیت شاهنامه تحلیل کرد از لحاظ زیبایی شناسی. خیلی خوب، خیلی خوب، عالی، درسته. بله بله بله، ادامه بفرمایید. خب و بعد به لحاظ زیبایی شناسی که اول صحبت هم گفتم، به لحاظ موسیقیایی اشاره کردی، خب موسیقی شد، موسیقی درونی، موسیقی کناری و همه اینا رو توجه کن، و بیان غیر مستقیم و به زیبایی که دقیقا مناسب مضمون حماسیه، یعنی این که کرکس ها بیان لاشخور ها میان و جنازه پیکر کشتشتگان جنگ رو مثلا به ملغار میکشن. اینه که زیبایی کار شاهنامه است و شاعر امروز میتونه الهام بگیره، درس بگیره، بعد الگو بگیره، این بیت ها منبع الهام باشه براش که شاعر ما فردوسی چگونه به این بیان رسیده. و حتی میتونه اون زبانشو، حتی زبانشه، گفتم شاغلو مثلا توی شعر اندر استفاده میکنه، و شاعر ما هم امروز هم میتونه زبان آرکاییک و زبان امروزه با هم تطبیق کنه و هنرشه که نشون میده که آیا پذیرای جامعه و اهل فن میتونن بپذیرن یا نه. این درسته. هنر اوست. درسته، درسته. عالیه. پس پشته به کار میبره. آره، زبان مثل اخوان دیگه، مثل اخوان اینا، این زبان اخوان هم آره، هم از بیهقی، البته شاملو از بیهقی هم دوستانم اشاره کردن، از بیهقی هم خیلی تاثیر پذیرفته، ولی از شاهنامه هم تاثیر پذیرفته. حتی یه نقل معاصر از ببینید یه چیز ترجمه عهد قدیم، ترجمه زبان قاجاری است. خب ترجمه زبان قاجاری است و قصه سلیمان از زبان اون نثر مترجم تاثیر پذیرفته شاملو. ببینید کجا میتونه به اصطلاح شاعر منبع الهام داشته باشه. شاهنامه که جا به جا و میبینیم اخوان موفق بوده به خاطر چی بوده؟ منبع الهام شاهنامه. درسته. پرسیدن، بله همینطوریه، پرسیدن که برای شروع کردن شناخت شاهنامه و شروع شاهنامه چه کار بکنیم؟ به سراغ خود شاهنامه برن؟ حتما از اول شاهنامه شروع بکنن؟ یه توصیه برای
کسانی که تازه میخوان آشنا بشن. من توصیه نمی کنم از آغاز شاهنامه بخونم، اصلا توصیه نمی کنم. من توصیه می کنم دو تا کتابو که قبل از اینکه وارد شاهنامه بشن، دو تا تک نگاری، خودت هم میشناسی تک نگاری راجع به شاهنامه، یکی کتاب زنده یاد محمد امین ریاحی فردوسی که ترنو چاپ کرده بود، الان علمی چاپ کرده دوباره، یکی هم کتاب شهبازیه زندگی نامه تحلیلی فردوسی، خب ما با این دو تا کتاب، کتاب سادگیه نسبتا، با دنیای شاهنامه آشنا میشن، خب با زندگی فردوسی آشنا میشن، با دنیای شاهنامه تا حدی آشنا میشن، بعد در مرحله بعد داستان‌های معروف شاهنامه رو بخونم با شرحش. مثلا من فکر کنم با داستان رستم و سهراب شروع کنم، رستم اسفندیار شروع کنم، رستم اسفندیار، بعد رستم و سهراب، بعد سیاوش، فرود، بعد داستان‌های دیگه، یعنی نرن اول از آغاز شاهنامه دیباچه شروع کنن، بعد اون بحث‌های فلسفی که در دیباچه مطرح میشه و در مورد خلق جهان آسمان ها چه بوده آفرید، خب برای جاذبه ای نداره برای کسی که میخواد، آره چند تا جاذبه ای نداره، ولی بیاد وقتی از داستان رو شروع کنه، اگر بون آدی برایت کنج خواهد نارسید برون، ببین با یک شعری که لذت هنری هم ببره و یک داستان بسیار جذاب و دلانگیزی هم داشته باشه و بعد چند تا داستان که اینجوری با جذب شاهنامه شد و بعد بیاد بخش دیباچه رو بخونه یا بخش های دیگه. درست. پرسه مثل اینکه صداقت شده کتاب ها رو گفتن، کتاب زنده یاد امین ریاحی و کتاب معروف زنده یاد امین ریاحی سرچشمه های فردوسی شناسیه که شما منظورتون اون نبود، کتاب دیگری داره ترنو، فکر میکنم زندگی و اندیشه فردوسی همچین چیزی. نه فردوسی، ببین یه تک نگاری هایی بوده فردوسی. که بله تک نگاریه که دارم دوستان نشون بدم، ببین بفرمایید تک نگاریه فردوسی، یافتم آره انتشارات آن این جدیدشه، چاپ جدیده فردوسی. بله تکنگاریه و بعد اون کتابش فرق بکنه با اون بله. این راجب زندگی فردوسیه و به نظر من کتاب بسیار مهمیه، بسیار مهمیه، با این به صلاح انتشار ترهنو کار خیلی خوبی کرد، ترهنو یه سه تکنگاری هایی راجب شخصیت های برجسته مثل نظام الملک، مثل غزالی، دیگران فردوسیش هم مثلا نظام الملک رو دکتر طباطبایی عزیز نوشته، یا اصلا این تکنگاری ها همشون عالی هست، مثلا سعدی رو زیار موحد نوشته که خب سبیل ناس بسیار رو بپرسم. دوره کتابای خوبی بود. پرسش بعدی بپرسم. پرسیدند که برداشت‌های بیضایی از اساطیر و شاهنامه را چقدر قبول دارید یا چقدر معتبر میدانید؟ اتفاقا سوال خیلی خوبیه. این سوال رو به اصطلاح چند بار دیگه از من پرسیدن. پاسخی که من دارم در مورد کارهای مثل بیضایی اینه که من بسیار میپسند. برخلاف کسانی که فکر میکنن متن شاهنامه یه متن مقدسه و نباید برداشت هنری از این کتاب، برداشت هنری از این کتاب در هیئت نمایشنامه داستان کوتاه به اصل روایت شاهنامه آسیب برسونده یا تغییرش بده، من موافق نیستم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نمایشنامه نویس، یک نویسنده، رمان نویس، خب میتونه منبع الهام شاهنامه باشه و اثری رو خلق کنه که لزوماً به لحاظ روایی منطبق با شاهنامه نیست، اشکالی هم داره به نظر من. اون یک اثر جدیده، یک خلق جدیده، میتونید یک اثر هنری جدیده و ممکنه یه روایت جدایی از شاهنامه باشه، هیچ اشکال نداره. یک چیزایی آخه دارن استاد بیضایی، سلسله سخنرانی هایی دارن
در تحلیل اساطیر ایران که به شاهنامه اشاره میکنم، مثلا در مورد ضحاک، زن در اساطیر ایران، بالاخره خب استاد بیضایی استاد بزرگی هستن علاوه بر بحث فیلم سازی و هنر و نمایش در تاریخ و شاهنامه و اساطیر مطالعات خوب و عمیقی داشتن. حالا به هر حال ممکنه که جای یه نظریاتی داشته باشن یا یه برداشتایی هم داشته باشن، همونطوری که بزرگترین استادا هم دارن از نظر خیلیای دیگه اونجاها جای چند و چون هست، ولی به نظرم قابل توجهه. یعنی دوستان شاید میپرسن که ارزش گوش دادن و دیدن و اینا به لحاظ علمی داره؟ به نظر من داره، حتما داره، حتما داره. ببین افسون شهرزاد کتابی داره اگر شما نکردم، همین عنوان افسون شهرزاد در مورد هزار و یک شب و به داستان شاهنامه میپردازه. هزار افسان اصلا اسم کتابش هزار افسانه. هزار افسان، ببخشید برای شما کردم، هزار افسان، هزار افسان که کتاب مستقلیه در مورد منشأ الف لیله یا هزار و یک شب، و اونجا بحثای به نظر من بحثای بسیار خوبیه. حالا بله، همونجور که گفتی ممکنه بنده میخونم با بعضی از بخشهای از این موافق نباشم، ولی از این نظرم کارهای بیضایی به نظر من خوبه. یعنی دوستان به نظر من توصیه میکنم بخونم، برم بخونم، غیر از اون بحثهای نمایشنامه ها و آثار سیدبایی اونها که شاهکاره، یعنی واقعا شاهکاره. یک سری کتاب های تحقیقی هم دارن مثل همین هزار افسان. خب من اینو دارم، بر همون موقع که در اومد گرفتم و خوندم و یه یادداشتی هم نوشتم. فکر کنم دوستان در وبلاگ من، شاید 20 ساله میشه، وبلاگ من سرچ کنن پیدا میکنن یه یادداشت راجع به هزار افسان نوشتم. درسته. خب بعضی از دوستان گفتن دکتر خطیبی رو دیگه بیشتر خسته نکنین، اذیتشون نکنین، ما هم میگیم چشم. و اگر پرسش دیگه ای دوستان ندارن و یک سوال پرسیدم که اگر استاد یک تک بیت از شاهنامه رو قرار باشه انتخاب بکنن کدام هست؟ خیلی سخته، خیلی سخته. آره خب اگر بخوام یک تک بیت از شاهنامه انتخاب کنم، سخته، سخته، سخته واقعا. بله که بخوام، نه معمولا یه بیتی باشه که قبل و بعدش ارتباط داشته باشه، یا به اصطلاح معمولا چه بیتایی هست انتخاب کنن دیگه. بله. نه از میانه داستان. بله. یا مثلا در مورد بیتای زیبا همین الان چقدر بیت خوندیم و بعد روش بحث کردیم، ولی الان حالا بماند برای بعد. سخن پایانی رو شما بفرمایید، من پیشش بیشتر از شما دوباره سپاسگزاری میکنم. از همه دوستان سعی کردم تا اونجایی که میشد ببینم، چون که میره بالاتر پیام های بعدی میاد محو میشه، یا احیانا پرسش هایی که در اون لایو پیشین بود ممکنه که دیگه اینجا تکرار نشده اونجا ماند و از بین رفت. پوزش میخوام از همه دوستان، حمله بر بیتوجهی من نکنه. البته خب بیتوجهی من بوده اما بیقرار بوده. از همه سپاسگزارم، از شما هم خیلی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. منم خداحافظی کنم. آره بله. از دوستان همه. عزیزم که در واقع ما رو تحمل کردن، چون من خیلی حرف میزنم، بنده رو خواهش میکنم، خیلی حرف میزنم و شاید بعد باشه یه بیتی رو بخونم که دقیقا در همین سن من سروده. میدونی کدوم بیت زاگرس؟ دقیقا 60 سالگیه. من 60 سالم، یعنی بله من 60 سالم. چون زنده باشی. و دقیقا 60 سالگی فردوسی میگه که چو آمد به نزدیک سر تیغ شست. مده می که از سال شد بر است. که از سال شد بر است. واقعا وقتی این بیت ها رو میگیم، کاش فردوسی از این بیت ها بیشتر داشت. که ما
امروزی یه تصویری از زندگیش داشته و تموم شد دیگه، صحبت های آمون تموم شد. بعد یه بار دیگه بخونم: چه آمد به نزدیک سر تیغ شست. میگه وقتی که 60 سالت شد و شمشیر شست اومد که نزدیک گردنت، دیگه می شد بی نمک، دیگه از سال و عمر گذشته انسان خودش دیگه به صلاح می افته، دیگه خمارآلود میشه، دیگه نیازی به می نداره، دیگه خود سال اونو قطع میکنه، دیگه می لازم نیست. درسته. حالا اینم بیت آخر، بیت و برمان در واقع آخر بحثمون و صحبت های انتهایی گفتم تطبیق میکنه با سن گذشته من و 60 سالگی. زنده باشید، زنده باشید. من از طرف دوستانم از شما سپاسگزاری میکنم. آرزوی تندرستی دارم، امیدوارم که سالهای سال، دهه ها شما زنده باشید، برای شاهنامه شناسان و برای شاهنامه کار بکنید، بنویسید و ما بهره ببریم، بخوانیم، گفتگو بکنیم، استفاده بکنیم و که حالا کار داریم با شاهنامه و با شاهنامه شناسی، حالا کار داریم، کارهای زیادی باید انجام بدیم. امید ما این هست که شما هم همچنان سر حال و پرتوان ادامه بدید. بازم از شما پوزش میخوام برای اینکه به درازا کشید، عذرخواهی میکنم، ببخشید. امیدوارم که گفتگوهای بیشتری رو در آینده در خدمت شما باشم. قربان شما. خیلی ممنون. من هم سپاس دارم از دوست دیرین خودم، قربان شما. و خیلی ممنون که چقدر جلسه رو خوب اداره کردی و یه سری بحثا رو خودت دیگه مطرح کردی و دیگه من تکرار نکردم، یعنی موافقم. من میدونی بارها ما هم کردیم، بسیاری از نظرات ما مشابه شبیه همه و خودت بحثا رو مطرح کردی و خب منم قابلا موافق بودم. شما هم جوان هستین و نوبت شماست واقعا که مثلا کارهای جدی کنید. به همه جوان ها، به همه جوان ها منم خدا بسید قربان شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. بدرود. به امید دیدار. همه دوستانم به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما. شب همه خوش.